تسلط کامل بر جامعه دارد. ما این عقاید را نه تنها از والدین خود می‌شنویم، بلکه مدرسه، کلیسا، روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون نیز آن را به ما القا می‌کنند. اما بچه دیگر دموکراسی، بچه اقتصادی آن است که روشن است هر قدر هم که برفرض دموکراسی سیاسی وجود داشته باشد، بدون دسترسی به دموکراسی اقتصادی بی‌معنی است. حتی در خانواده که کوچکترین گروه اجتماعی است، حتی آخر را کسی می‌زند که صورت حساب‌های آخر ماه را می‌پردازد. چرا بعضی از کشورها رشد اقتصادی طبیعی پیدا نکردند و اقتصاد آنها تبدیل به موجودات ناقص الخلقه درآمد شترگاه پلنگ؟ ما پاکستان را می‌بینیم که بمب اتمی دارد و امارت نشین دبی که به شکل شهرک‌های فضایی درآمده. به همین دلیل طرح یک مطالعه تطبیقی در رابطه با اقتصاد توسعه اهمیت پیدا می‌کند. در مورد رشد غیر طبیعی اقتصاد بعضی از کشورها، یا به قول آندره گونتر فرانک توسعه نیافتگی، معمولا گناه را به گردن عواملی مانند شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، کم آبی، عدم روحیه سوداگری و نبود جرأت در سرمایه گذاری، فرهنگ شبان رمگی و به دنبال ناجی بودن، فرهنگ نپرسیدن و نیندیشیدن می اندازن. با مطرح کردن الگوهای مختلف رشد شاید بشود آبشخور این تئوری‌ها را ردیابی کرد. البته مردود بودن برخی از این نظرات حتی در نگاه اول اثر من از شمس است. مثلا ایرلند، پرتغال، ترکیه کم آبند. یا مردم کشور یونان که برخی معتقدند شعور بشر از آنجا شروع شده، یا ایران، هند، چین فرهنگ نیندیشیدن دارند و در زنجیره تکامل داروین به انسان هموساپین و اندیشنده نرسیدند، گزینه ماندند. واقعیت این است که اقتصادهای ملی این کشورها دارای بخش‌های موزون کشاورزی، صنایع بومی و خدماتی بوده است و سابقه توسعه نیافتگی فعلی به شکل ساختاری در جهان سوم ریشه در به وجود آمدن روابط سرمایه‌داری در اروپا از چند قرن پیش دارد. با رشد سرمایه‌داری در انگلیس و سپس در چند کشور اروپایی در شرایط بسیار مساعد آن زمان، آنها در پاسخ به نیازهای رشد و توسعه خود الگوی اقتصادی خاصی را به جهان تحمیل کردند که جهان را به دو گروه کشورهای توسعه یافته و عقب مانده تقسیم کرد. والت ویتمن راستو، مشاور اقتصادی جان اف کندی، در کتاب مراحل توسعه اقتصادی این الگو را برای رشد اقتصادی می‌دهد که کشورهای جهان به ناچار از پنج مرحله گذر می‌کنند: جامعه سنتی، مرحله آمادگی برای جهش، مرحله حرکت به سوی بلوغ، مرحله مصرف به مقیاس وسیع که آمریکا به آن رسیده است. در این فرایند مرحله تعیین کننده مرحله رسیدن به آمادگی برای جهش است که در آن بنیادهای فرهنگی و صنعتی برای تحقق انقلاب صنعتی پایه‌گذاری می شود. راه حل راستو برای سرعت بخشیدن به مرحله آمادگی برای جهش، تزریق فرهنگ غرب، مهارت‌های غرب، سرمایه‌های غرب به کشورهای در حال توسعه است تا بر سکون فرهنگی اقتصادی خود فایق آید. اما مکتب فکری بیل بارن مخلوطی از دیدگاه راستو و کاوکسبی است. در کتاب امپریالیسم پیش قراول سرمایه‌داری، بارن میگوید برخلاف نظریه مارکسیستی، شواهد تجربی نشان دهنده آن است که رشد سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده کاملا رضایت بخش است و آنها در حال صنعتی شدن و ارتقای کشاورزی خود هستند و در این زمینه به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمدند. به آقای بارن باید گفت که در سال 1820، یعنی زمان فتح‌علی شاه و ناصرالدین شاه، تفاوت سطح زندگی بین کشورهای فقیر و ثروتمند
از نسبت 1:3 به نسبت 1:75 در سال 2000 میرسد. بازده کشاورزی بین کشورهای فقیر و غنی در سال 1940 اوایل جنگ جهانی دوم 1:10 بود، اکنون 1:2000 شده. آقای وارن ادامه می‌دهد: درست است که استعمار مستقیم رشد سرمایه‌داری بومی را منحرف کرده، اما موتور محرکه قدرتمندی برای تغییرات اجتماعی بوده است. سرمایه‌داری گرچه از خارج وارد این کشورها شده است، اما در آنجا ریشه دوانده و از پویایی درونی قدرتمندی برخوردار شده است. وی اضافه می‌کند: اگر مانعی بر سر راه این پیشرفت وجود دارد، منشأ آن در روابط و سلطه و تابعیت نیست، بلکه دلیلش عوامل درونی خود کشورهای جهان سوم است، یعنی همون لیستی که اول گفتیم. نتیجه این که مجموعه روابط اقتصادی سیاسی کشورهای امپریالیستی به نفع کشورهای عقب‌مانده است و موجب رشد و تکامل اقتصادی کشورهای تحت سلطه می‌گردد. بیل وارن با تکیه به این گفته مانیفست که نظام سرمایه‌داری نسبت به نظام‌های پیش از آن ترقی‌خواه‌تر است، می‌گوید هدف در سرمایه‌داری تأمین حداکثر سود نیست، بلکه به دست آوردن بخش بزرگتری از بازار است. طبق آمار نیویورک تایمز در سال 2006 تنها 800 میلیارد دلار سود از کشورهای جهان سوم وارد کشورهای گروه اول شده است. هر بقالی که صبح مغازه‌اش را باز می‌کند، هدفش به دست آوردن سود بیشتر است. و اگر منابع اولیه ارزان کشورهای جهان سوم، نیروی کار ارزان آنها و بازار فروش پرسود برای مازاد تولید کشورهای پیشرفته وجود نداشت، سرمایه‌داری هم لزومی به گسترش بازارهای خود نمی. این گفته با دیدگاه لیبرالی نیز در تضاد است. ماکیاولی در کتاب شاهزاده اصل سود و منافع شخصی را بنیان روابط اقتصادی دانسته. متفکرینی مثل هگل، آدام اسمیت، کانت هم کلن روحیه بشر را سوداگر، تمکار و سودجو می‌بینند. اما معتقدند دست نامری بازار، رقابت آزاد یا دخالت دولت به اوضاع سامان خواهد داد. دوباره برمیگردیم به بیل وارن. او مزایای سرمایه‌داری را می‌شمارد: پیشرفت معنوی و فرهنگی. نیویورک تایمز در سال 1993 گزارش می‌دهد نزدیک به 10,000 پسر بچه بین 6 تا 14 ساله در سریلانکا به فاحشگی مشغولند که مشتریان آنها تقریبا همگی اروپایی و آمریکایی هستند و به خاطر ترس از بیماری ایدز، فروش دخترکان و پسرکان خردسال برای این منظور در حال گسترش است. گسترش مساوات و عدالت. 65% از مردم فیلیپین زیر خط فقر زندگی می کنند. هر کفش نایکی که در اندونزی تولید می شود، 5.6 دلار هزینه برای شرکت نایکی دارد و توسط بچه های دوخته می شود که روزانه بابت 12 ساعت کار 82 سنت مزد می گیرند. عدالت. و در این حال این شرکت در سال 1992 به مایکل جردن 20 میلیون دلار داد تا در یک آگهی تبلیغاتی شرکت کند. مکزیک سیب زمینی را کیلوی 10 سنت به آمریکا می‌فروشد، چیپس را کیلوی 10 دلار می‌خرد. هزارها ساعت کار یک قالیباف ایرانی با چند ساعت کار یک کارگر جنرال موتورز از نظر دستمزد برابر است. روحیه بخشندگی، استقلال فکر و روان، روحیه جستجوگرانه، ماجراجوگانه، خطر کردن، مخالفت با بیرحمی و شقاوت از مزایای دیگریه که آقای بیل وارن می‌گه. در شهرهای مرزی بین آمریکا و مکزیک، سالانه 5,000 زن کارگر در راه رفتن به حلبی آبادهاشان مورد تجاوز گاهنگونگی قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. این زنها در کارخانه‌های آمریکایی که در این طرف مرز هستند و به خاطر فرار از پرداخت مالیات اونجا درست شدن کار می‌کنند.
مزایای دیگر ایجاد دموکراسی. هنری کیسینجر در 1970 توصیه کرد که از مواد غذایی به عنوان اسلحه علیه کشورهای دیگر استفاده بشه. بیل بارن در صفحات 21 تا 23 کتابش میگوید فاجعه‌های بزرگی که سرمایه‌داری برپا کرده، مثل جنگ اول و دوم جهانی و جنگ ویتنام، فقط جنبه فرعی و تکنیکی داره و در برابر شقاوت‌های قرون پیش ناچیز است. جالبه که همین فردا در سیلور اسپرینگ در امریکا به اصطلاح گروه گردهمایی هست به نام وینتر سولجر که اینا قبلا در 1971 بعد از جنگ ویتنام سربازا اومدن و اعتراف کردن چه شکنجه هایی داده بودن. فردا همین اتفاق میفته برای جنگ عراق و افغانستان و سربازا میگن که چه اتفاقایی گذشته، که به اعتقاد ایشون فقط جنبه های فرعی و تکنیکی داره. بیل بارن ادامه میدهد، ورود سرمایه‌داری از غرب به شرق وحشی که دچار استبداد شرقی است، این کشورها را به عنوان مثال هند، چین، ایران، جاوه، کشورهای آفریقایی و دیگر را به کشورهای سرمایه‌داری تبدیل کرده و اصطلاح سرمایه‌داری وابسته نادرست و گمراه کننده است. باید گفت که ایشون روابط در سیستم سرمایه‌داری را با شیوه تولید نیروهای مولد در سیستم سرمایه‌داری اشتباه می‌گیره. یعنی اگر که ما کامپیوتر می‌خریم، ماشین آخرین سیستم می‌خریم و لوازم الکترونیک، این معنی سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری زمانی اتفاق می‌افته که سرمایه‌های صنعتی غالب باشه بر سرمایه‌های دیگه، در صورتی که در سرمایه‌داری وابسته سرمایه‌های دلالی و تجاری هستش که شکل غالب دارن. در فصل چهارم کتابش به آنهایی که بعضی از کشورها را عقب مانده می‌دانند حمله کرده، می‌گوید رشد در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. مثل راستو میگه همه بالاخره به مرحله پیشرفته می‌رسند. در صفحه 127 کتابش میگه برای پیشرفت زور لازم است و اعمال زور کشورهای اروپایی به آسیا و افریقا عملی از نظر تاریخی قابل ستایش است. اعتقاد به استعمار نو، وابستگی، عقب ماندگی ناشی از تئوری‌های مریض ملی‌گرایی و ناسیونالیسم جهان سوم است. مصدق مثلا مرض ناسیونالیسم داشته. در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که نظری به اسناد شورای امنیت ملی آمریکا که بعد از گذشت 40 سال طبق قانون از حالت محرمانه خارج شده بیاندازیم. اینا را اغلبش طراحانش جورج کنان بوده که تو کتاب بازی‌های شیطانی درایفوس اعترافاتش هست که اینا چی کار کردن. چامسکی در کتاب 501 خودش آورده سند 5431. اینا در زمان جنگ جهانی دوم 50-60 سال پیش این اسناد هستش. کشورها و دولت‌هایی که در جهت علایق اکثریت مردم خود برنامه‌ریزی می‌کنند، مرض ناسیونالیسم دارند، در تضاد با شرایط سیاسی اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری های خصوصی و تسهیل بازگرداندن سود کافی به آمریکا و حفظ منابع خام آمریکا هستند. در سند دیگری مربوط به سال 1948 آورده شده، صرف نظر از مخوف بودن و هولناکی لطماتی که به مردم کشورهای تحت سلطه وارد می شود، در صورت اطمینان از پیروزی جنگ علیه آنها عقلانی است و باید بحث در مورد اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، ارتقای سطح زندگی مردم، دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم. اگر بخواهیم موقعیت نابرابر موجود که ما را با ثروت عظیممان از شرایط فقر زده دیگران جدا می‌سازد را حفظ کنیم، باید از طریق کاربرد اوریان اهرام قدرت استفاده کنیم و شعارهای ایدئالیستی چون نودوستی، نیکوکاری و نیکوکاری جهانی و غیره را به دست و پای خود نبندیم. آدم یاد جنگ عراق می‌افته. عده دیگر از متفکرین علت عقب افتادگی کشورهای گروه دو را در اعتقادات دینی آنها می‌دانند. ماکس وبر استاد آلمانی اوایل قرن بیستم در کتاب سرمایه‌داری و اخلاقیات پروتستانیسم می‌گوید روحیه سرمایه‌داری فقط در پروتستان‌ها وجود دارد، زیرا که پروتستان ها ربا را حرام نمی دانند و این یکی از حرباهای سرمایه داری است. حالا اگر که فرانسه کاتولیک
شده جزء کشورهای گروه 8. الله اعلم. احمد سیف که یکی از استادای دانشگاه های انگلیس هستش، یه مقاله نوشته تحت عنوان نقش مسائل فرهنگی در توسعه اقتصادی. او هم همین ساز رو میزنه، میگه وقتی به دنیای دور و بر نگاه میکنیم به نظر میرسد بین باورهای مذهبی و سطح رشد اقتصادی ارتباط غیر مستقیم وجود دارد. در خاورمیانه، آمریکای لاتین و بعضی از کشورهای آفریقایی که باورهای مذهبی شدیدی وجود دارد، به درجات متفاوت با اقتصاد توسعه نیافته تری روبرو هستیم. در عوض در اروپای غربی، کانادا، آمریکا، استرالیا که باورهای مذهبی کمرنگ ترند، دارای اقتصاد توانمندتری میباشند. در ادامه علت عقب‌ماندگی پرتغال را مذهب کاتولیک میدونیم. آقای کشیش هیگی، من نمیدونم میشناسی یا نه، اگه کانال 9 رو باز کنید، ایشون معمولا در حال سخنرانی هستند و اخیراً هم جان مکینا به اصطلاح حمایت کردن، اونم با افتخار اومد توضیح داد برای انتخابات ریاست 2008. خانم سارا پوزنر یک کتابی نوشته به نام God's Profit، پیغمبران خدا. اعتقادات این آقای هیگی را که خودش را مسیحی صهیونیست میدونه و یه کلیسایی داره به نام کلیسای کوفای، 19,000 عضو داره این کلیسا. آقای هیگی معتقد طوفان کاترینا به سبب گناهانی که مردم لوئیزیانا مرتکب شدن رخ داد و سدهای اونجا شکست. خداوند تروریست ها را به آمریکا فرستاده زیرا که در اورشلیم میخواد سیستم دو دولتی عرب و اسرائیل درست کنه، در صورتی که اسرائیل وعده به اورشلیم وعده به اسرائیل داده شده. میگه کلیسای کاتولیک فاحشه است و میگه قبل از هر کاری 10% از درآمد خودتون رو به کلیسای ما کمک کنید تا مستقیما بریم بهش. اصولا به گفته ارباب مطبوعات، مذهب در انتخابات سال 2008 نقش مسلط دارد. کسایی که این دنبال میکنن میبینن که چقدر مهمه. همین اسم حسین برک و موان چه فوقایی به پا کرده. حالا آمریکا از نظر تکنولوژی عقب مونده است. از طرف دیگه آیا برزیل، کنیا، تایلند مذهبی تر از کاتولیک های ایتالیا و پروتستان های انگلیس یا یهودی های اسرائیل هستن؟ ارنست مندل، اقتصاددان بزرگ بلژیکی، رشد سرمایه‌داری را نه تنها در سطح جهان بلکه در سطح یک کشور هم ناموزون می‌دونه. و میگه مثلا شرق و غرب آمریکا یا شمال و جنوب و ایتالیا در یک وضعیت اقتصادی نیستن. ثروت در جایی متمرکز میشه که قدرت تولید بالاتره. برخلاف هیاهوی بسیاری که در کشورهای توسعه نیافته به راه انداختن، علت توسعه نیافتگی آنان نه نژادی، نه جغرافیایی، نه مذهبی، نه روانشناسی، نه کمبود سرمایه، نه عقب‌ماندگی فنی، نه تکنولوژیک، نه افزایش جمعیت و غیره. و با تغییر اینها نمیشه به توسعه دست بیاد. اینها نشانه های توسعه نیافتگی هستند ولی علت نیستند. و در شرایط ابقای علت اصلی عقب‌ماندگی، اتخاذ هر گونه استراتژی توسعه بی‌حاصل است. شناخت ابزارها و شیوه‌های عمل کشورهای سلطه‌گر برای بازسازی و توسعه اقتصادی ضروری است. پل باران در کتاب اقتصاد سیاسی رشد میگه تا سال 1500 که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می‌آید، به هیچ روی برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاکی را در آینده خواهند داشت. در واقع اروپا در مقایسه با مراکز فرهنگی آن زمان نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بود. هند تا اوایل قرن 19 کشور بسیار ثروتمندی بود. تمام جنگ‌ها و مصیبت‌هایی که بر هند وارد آمد از قشر آن کشور فراتر نرفت و نهایتاً به خاطر فرهنگ غنی آن کشور مهاجمان هندی شدند. اما تسلط انگلیس بر هند از جنس دیگری بود. آنها زیر نفوذ تمدن هند قرار نگرفتند، بلکه با نابود کردن صنایع بومی آن کشور، جامعه بومی را از هم پاشیدند. کمپانی هند شرقی به خاطر سودآور بودن تجارت با هند به وجود آمد. در اواخر قرن 17 و تمام قرن 18،
سرمایه‌داران صنعتی انگلیس در تجارت هند شرقی دخالت کردند. واردات پارچه و البسه کتانی و ابریشمی مرغوب و گران هندی باعث خانه خرابی صنعتکاران انگلیسی فکر می‌کردن میشه. پارلمان انگلیس که به مرض ناسیونالیسم مبتلا بود و براش عیب نیست، در دوره ویلیام سوم مقرر کرد پوشیدن لباس‌های ابریشمی، چلوار، چیت گلدار هندی، ایرانی، چینی ممنوع است و هر کس مبادرت به فروش آنها کند 200 پوند جریمه می‌شود. شرکت انگلیسی هند شرقی انحصار تجارت چای، نمک، تریاک، همچنین انحصار تجارت بین هند، چین، هند و چین و انحصار حمل و نقل بین این دو کشور را حمل و نقل کالا بین این دو کشور را در دست گرفت. هند که تا سال 1813 صادراتش بیشتر از وارداتش بود، کشوری وارد کننده شد. سیل کالاهای انگلیسی با تعرفه گمرکی ناچیز و معاف از مالیات‌های داخلی به کشور ریخته شد و نه تنها صنعت بافندگی هند را نابود کرد، بلکه وحدت بین صنعت و کشاورزی را از بین برد. امروزه 150 میلیون نفر از مردم جمع هند در خیابان‌ها به دنیا می‌آیند و در همون جا تا به هنگام مرگ سپری می‌کنند. من اگر که اجازه بدین 5 تا چیز کوچولو از مال کشورها میگم، بعد اگر چین هم در زمان امپراتوری مین کشور بسیار ثروتمندی بود. شهرهای چین در آن زمان از شهرهای قرون وسطایی اروپا به مراتب بزرگتر بود. صنعت چاپ از قرن 11 در چین اختراع شده بود و کتابخانه‌های بزرگی در آنجا وجود داشت. صنایع آهن چین در آخرین دهه قرن 11 125 هزار تن محصول داشت که از مقدار محصولات آهنی که انگلیس در زمان انقلاب صنعتیش در چند قرن بعد داشت بیشتر بود. قطنوای مغناطیسی را چینی‌ها اختراع کرده بودند. ناوگان دریای مینگ 1350 کشتی جنگی داشت. تا سال 1830 موازنه تجاری به چین و انگلیس به نفع چین بود و در قرن 18 انگلیسی‌ها پرتغال را شکست میدن، ناوگان دریایی قوی پیدا میکنن در سال 1840، یعنی همون زمان دوره قاجار. جنگ تریاک را با چین به راه میندازن و چین را شکست میدن و بنادر تجاری چین از جمله شانگهای را تصرف میکنن. قراردادی به چین تحمیل میکنن که مفادش اینه: پرداخت غرامت جنگی به انگلیس، انحصار تجارت چین با هند. چین میباید تریاک از هند بخره، مجبور بوده. بر اثر این قرارداد و برقراری همان الگوی قبلی در مورد هند، چین ذخیره فلزهای پربهای خودش را از دست میده و تا سال 1948 بر اثر مصرف تریاک 200 میلیون کشاورز چینی معتاد به تریاک و به همین تعداد هم مبتلا به سفلیس میشن. تقریبا نیمی از مردم چین در اون زمان. واردات پارچه‌های انگلیسی صنایع پارچه بافی چین رو نابود می‌کنه. البته می‌دونیم که بعد ما راهپیمایی بزرگش رو در 1933 راه می‌ندازه و انقلاب کمونیستی در 1949 میشه و اتفاقای بعدیش. مصر مانند آمریکا پرآورده‌هایش مثل پنبه و تنباکو به اروپا صادر می‌شد. در 1850 قدرت در دست محمد علی پاشا که رفورمیست بود قرار داشت. انگلیس کمک میکنه مصر خودش را از دولت عثمانی مستقل کنه و همان الگوی آشنا را برای اونجا هم پیاده میکنه. در آن زمان نخست وزیر انگلیس لورد پالمر استون بود که نقل قولی از او وجود داره که گفته نباید بذارین دولت مصری ها مستقل بشن و باید جلوی انقلاب صنعتیشون رو بگیرید و همین کار هم میکنن. پل باران میگه وقتی تمدن‌های اروپایی مثل انگلیس و فرانسه به خارج رفتن، به دو دسته کشورها برخوردن. گروهی مانند آمریکا و استرالیا که یکسره بومیان آنجا را نابود کردند و حکومت‌های از جنس خودشان در آنجا برقرار شد و گروهی دیگر مانند هند، ایران، چین، مصر که تمدن‌های درخشانی داشتند و قربانی استعمار نو شدند. در آمریکا آبراهام لینکلن هم زمان با محمد علی پاشا بود و می گفت ما باید از صنایع داخلی خود در برابر صنایع برتر انگلیس دفاع بکنیم. اما تجار جنوبی به فکر مملکت خود نبودند و می خواستن تجارت آزاد با انگلیس داشته باشند.
پارچه های کتانی خودشون رو با قیمت خوب بفروشن. لینکلن در جنگ های داخلی پیروز شد، نگذاشت این اتفاق بیفتد. انقلاب صنعتی آمریکا در 1860 در طی سه دهه رخ داد. همینطور در آلمان دولت بیسمارک نگذاشت که خواست تجار مبنی بر فروش آزاد فروش غله و مواد غذایی به انگلیس اجرا بشه. استرالیا نیز به همین ترتیب. اما انگلیس توانست ایرلند را از مسیر رشد طبیعی خود خارج کند. روابط انگلیس با پرتغال برمیگرده به قرن 14. نقش پرتغال به خاطر نیروی دریایی قویش غالب بود، اما پرتغال و اسپانیا که هر دو امپراتوری بزرگی بودن همش با هم می‌جنگیدن. 1580 اسپانیا پرتغال میگیره، 60 سال جنگ میکنن، بعد پرتغال استقلال خودش رو پیدا میکنه، ولی به خاطر ضعفی که پیدا کرده بود انگلیس قرن 18 میاد پرتغال رو میگیره، 4 تا قرارداد میبنده. آخرین قراردادش متوئن نام داره. دروازه های پرتغال و مستعمراتش به انگلیس باز شد. امتیازات ویژه به تجار انگلیسی در پرتغال داده شد. پرتغال باید تمام کشتی های خودش رو از انگلیس میخرید که انگلیس قوی شد، بعد اومد چین رو گرفت. یک چیز کوچولو داره که پرتغال باید شراب انگلیس رو تأمین میکرد. اتفاقی که افتاد انگلیس شرابش از فرانسه میخرید که گرون بود، به این ترتیب شراب ارزون از پرتغال خرید. پرتغال شراب ارزون میفروخت، کشتی گرون میگره، موازنه تجاریش منفی شد، تمام طلاهایی که از برزیل و مستعمراتش گرفت روانه انگلیس شد، به خصوص که کشاورزیش هم تک محصولی شد، برای اینکه باید شراب اونجا رو همه کشاورزیش به تولید انگور متوجه شد. و کریستوفر پیل گفت انگلیس تبدیل به مرکز تجارت طلای دنیا به این ترتیب شد. اما ژاپن تنها کشوری در حوزه آسیا و آفریقا و آمریکای لاتینه که از رشد طبیعی اقتصادی برخوردار شد، زیرا نه بازار بزرگی برای صنایع خارجی بود و نه از نظر منابع طبیعی غنی بود و هرگز زیر سیطره امپریالیسم نرفت. امپراتوری توکوگاوا در ژاپن قدرت را در دست داشت. اقتصاد این کشور کوچک و دهقانی و از هم گسیخته بود. با این همه سیر طبیعی خودش را طی کرد. در 1860 مثل آمریکا در طی سه دهه با دخالت فعال دولت و حمایت از صنایع و استثمار طبقه کشاورز خودشون توانست انقلاب صنعتی خودش را به نام میجی انجام بده. خسته نباشین دوستان، فکر کنم از دقیقا ده موزد کتاب روشون ریفیو کردن تا این مطلب در ویست دقیقی رو تحیل کردن. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. یه ذره در واقع اضافه وقت داشتیم، ولی به خاطر ارزش مطلب و به حال فکر کنم دوستان همه موافق هستن که زمان خوبی بود. کتاب اصلیمون تجدد عامرانه خانم سپیده ارزنده ارائه میکنم. خواهش میکنم بفرمایید از الان 40 دقیقه. با سلام خدمت دوستان، کتابی که موضوع بررسی امروزه کتاب تجدد عامرانه جامعه و دولت در عصر رضا شاه که گردآوری و تألیف آقای تورج اتابکی و ترجمه آقای مهدی حلقت‌کاه. اسم در واقع انگلیسی کتاب یعنی ترجمه‌اش از Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and رضا شاه. توضیحی که توی پیشگفتار این کتاب داده شده، چون کتاب یه مجموعه از مقالات در واقع 10 مقاله است و توضیحی که داده میشه اینه که مقالات این کتاب عمدتا نتیجه یه کار گروهی در مورد تجدد عامرانه صدا میشه. من خواهش کنم با شنگاتون عوض کنید صدا هم تنه هست گفت کشیر سعید جان اگر این مقاله خانومو بفرستن شما برای لیست بفرستن خیلی ممنون. من میتونم ایمیل کنم برای چون بخش آخرش که کلن اقتصاد الان رو چیز میکنه من اصلا نرسیدم بهش برسم. بفرستی خانومو من توضیح میکنم با ایمیل.
اگر دوستان شنیدن دیگه بسیار خوب. پس کتاب تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضاشا، گردآوری و تألیف تورج عطابکی، ترجمه مهدی حیدرآباد که مجموعه 10 مقاله کتاب اصلی و عمدتا نتیجه یک کار گروهی در مورد تجدد آمرانه در ترکیه و ایرانه که در سال 1999 در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی انجام شده با هدف مطالعه تاریخی، تطبیقی، سنجشی و جامعه در خصوص مدرن سازی در ترکیه و ایران پس از جنگ جهانی اول. البته از 10 مقاله اصلی این کتاب 3 مقالهش که صرفاً مربوط به ترکیه بوده اصلاً توی ترجمه منظور نشده. از 7 باقی مونده در واقع من فکر می‌کنم بررسی رو یعنی اینجور خودم تشخیصم که به 3 اول اختصاص بدیم. مقاله اول جامعه و دولت در دوره رضاشاه کار آقای پاتوزیانه و مقاله دوم خلافت، روحانیت و جمهوریت در ترکیه و ایران تحقیق خود آقای تورج عطابکیه و مقاله سوم ایران نو و زوال سیاست‌های حزبی در دوره رضاشاه نوشته متیو الیوت. مقالات 4، 5 و 6 یکی ارتش، جامعه مدنی و دولت در ایران نوشته خانم استفانی کرانن و پنجمی مقررات لباس پوشیدن برای مردان در ترکیه و ایران هوشنگ شهابی و ششم اصلاح زبان در ترکیه و ایران جان پری. این 3 در واقع اونجوری که من در واقع ریویو کردم و میتونم به عنوان شاهد مثال های یا توضیحات اضافه ای بر تحلیلی که توی 3 مقاله اول اومده بهشون نگاه بشه. افزودنی نمیگم هیچ ولی چندانی ندارم و اولا هم وقت نمیرسه به همشون نگاه کنیم. مقاله 7 رفت به ابهام سیاست خارجی وسوق دوله که اصلا خارج از این دوره هست و در واقع یه نظریه مطرح می‌کنه که آیا اصلا اون قرارداد 1919 رو باید به چشم یه خیانت دید؟ ندید. بحث اینچنینیه که اصلا خارج این دوره است. کتاب در سال 1999 کار پژوهشی انجام شده ولی چاپ اول ترجمهش در زمستان 1385 انجام شده. این از نظر معرفی کتاب یه مختصری اگر بخواید در مورد آقای تورج عطابکی، ایشون پروفسور تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی هستن در دانشگاه لیدن امستردام استرال هلند. و پیش سابقه تحصیلی ایشون فیزیک تئوری در دانشگاه و همینطور تاریخ در دانشگاه ملی ایران و دانشگاه لندن. جالب از فیزیک تئوری شروع شده و در حال حاضر هم توی دانشگاه در واقع اوترخت کار میکنم و کرسی استادی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی رو دارم. مقدار کتابایی که دارن نوشته که دارن زیاده، اگر دوستان مایل بودن میتونن مراجعه کنن. در مورد آقای تاتوجی من چیز تقیه نکنم چون دیگه هم معرفش هم همه میشناسا، ولی آقای متیو الیوت ایشون اسیستنت پروفسور هستن در علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه امارات و پی‌اچ‌دی تاریخ دارن از School of Oriental and African Studies از دانشگاه لندن و یه چند تایی من در واقع پابلیکیشن که داشتن رو در بودم. این یه مختصری خیلی محدود و کوچیک البته چون فرصت نمیشه در مورد نویسندگان کتاب. و اما در مورد کتاب من عرض کردم 3 مقاله اول رو بهشون نگاه میکنیم که من این رو چارچوب خود مقاله نگه میدارم، یعنی که به هر فصلی که میرسم میگم که الان دارم زمان به این فصل صحبت میکنم که اگر چیزایی متفاوت نظراتی توی این مقالات هست در واقع ادغام نشه یا مشکلی ایجاد نکنه. الان برام پیشگفتاری داره کتاب که خود اون پیشگفتار هم در واقع نظری رو که حاکمه روی کلی به این کتاب رو معرفی میکنه که من از پیشگفتارش شروع میکنم خدمت دوستان.
در واقع دیدی که بر کتاب حاکمه اینه که اکسپوز شدن جوامع غیر اروپایی به مدرنیته اروپایی در طی دو قرن اخیر ایده‌ای رو که به وجود آورده توی این دولت‌ها به طور مشخص هم دارن ترکیه و ایران مقایسه میشن اینه که باید الگو برداری بشه از مدرنیت اروپا که مشکلاتی که اینجا وجود داره هم آگاهی هم روشنفکران نسبت به چگونگی تحقق این مدرنیته و همینطور احساس اضطرار و نیاز و عجله و تعجیل اروپا در پیاده سازی اینه و نهایتا اینکه زمینه اجتماعی به چه صورت فراهم میشه و همینطور آمادگی سیاسی نیروهای مختلف و متفاوت توی جامعه برای پذیرش یک مصلحه اجتماعی مختلف و نیرو دادن به اون. اینجا چیزی رو که مطرح میکنه به طور مشخص اینه که روشنفکران ایران ترکیه به طور مشخص تصورشون برای این بوده که باید الگوی مدرن‌سازی اروپا رو بپذیرن و پیاده کنن و هسته اولیه این مدرن‌سازی هم از نظر اونها دولت مقتدر مرکزی و صنعتی شده هم بوده. ولی چون متأسفانه تصور مبهمی داشتن از سیر این حرکت و همینطور در وسیله‌ای در اختیار نداشتن که بتونن این تغییرات و اصلاحات رو در جامعه به وجود بیارن که بتونن جامعه صنعتی، روستایی و کشاورزی خودشون رو به یه جامعه شهری، عرفی و صنعتی تبدیل کنن. سیر مدرنیته اروپا در واقع مسئله رسیدن به دوره نوینیه که فرد میشه واحد اساسی ساختار جامعه به جای جماعت یا گروه که واحد اساسی توی جامعه کشاورزی و فلاحی. بنابراین بحث فردگرایی مطرح میشه، بحث آزادی و خودمختاری فرد مطرح میشه و پیرو اون مرزبندی تازه ایجاد میشه بین فرد و حکومت. بنابراین فرد دیگه تحت اقتدار یک حاکم، حالا حاکم مذهبی، سیاسی، هرچی تحت اقتدار یک حاکم نیست، بلکه بر مبنای قواعد عقلانی و غیر شخصی داره عمل میکنه، بنابراین دارای حقوق سیاسی و قضایی میشه. در طی همین دوره طبقه متوسط بازرگان و صنعتی شهری ایجاد میشه که جزء در واقع لازم و جدایی ناپذیر فردگرایی. در حالی که وقتی میایم توی این کشورهای غیر اروپایی در ترکیه و ایران می‌بینیم که روش حرکت برعکسه، یعنی اینکه این سیستم تغییر مورد استقبال روشنفکرایی قرار می‌گیره که در واقع یا افسران ارتش هستن یا دیوان سالاران که به نحوی دارای منافع مشترکن با حکومت و در کنار این بورژوازی تجاری و صنعتی چون عموما در دست عناصر غیر مسلمان بوده غیر خودی بیگانه و یا تهدید در نظر گرفته. یعنی یه تفاوت‌های ساختاری و اختشاشاتی بین این دو سیستم می‌بینیم. طبق نقل قولی از کتاب میاری میگه حقوق فرد و رابطه با حکومت از نگاه تجدد‌خواهان خاورمیانه از اهمیت جزئی و نمحوری برخوردار. به نظر میرسید خرد نقاد و خودمختاری فردی اهمیت چندانی ندارد. دلیل اصلی این تفاوت در این واقعیت نهفته بود که رشد جامعه های مدرن اروپایی با عصر استعمار و امپریالیسم اروپایی و درگیری با شرق همزمان بود و از آن بهره مند شد. اما مدرن‌سازی در خاورمیانه نوعی واکنش دفاعی بود که این هم یه نکته ای که در واقع اینجا توضیح داده میشه که به چه صورت تاثیرش رو میذاره روی مدرن‌سازی که به واسطه این موقعیت تأخیرآمیز یا حقارت‌آمیزی که در نتیجه شکست‌ها، اشغال و غیره پیدا کرده بودن اینها به دنبال وسیله خطر این رو میبینن که کشور داره از دست میره. برای نگه داشتنش احتیاج به ارتش مقتدری دارن که این ارتش مقتدر میتونه به وسیله یک دولت مرکزی مقتدر در واقع به وجود بیاد و به این ترتیب این دولت متمرکز میتونه در و باید در برابر فشار نیروهای داخلی و همینطور نیروهای خارجی و به نیروهای داخلی مرکزگریز در واقع مقاومت بکنه. بنابراین از دید اونا کشور در ورطه نابودی بود و باید درش راه نجاتی پیدا میکردن، یه راه چاره سریع.
و مسئله همین سرعت اینجاست. و این تجددخوان هرچند که خواستار پارلمان و حکومت مبتنی بر قانون بودن، ولی چیزی که بهش اشاره میکنه به طور مشخص اینه که روشنفکران تجددخواه در مجموع خواستار تأسیس پارلمان و حکومت مبتنی بر قانون اساسی در کشورهای خود بودن، اما گزاف نیست اگر گفته شود که در نظر آنها قانون اساسی و پارلمان به جای آنکه هدف باشد وسیله‌ای برای کمک به پیشبرد فرآیند مدرن‌سازی، از راه تبدیل رعایا به شهروندان صاحب حق بود. یعنی در واقع این رو نمیان هدف خودشون بکنن که سیستم پارلمانی ایجاد بکنن. من مطالبی که دارم مطلبتم صرفا نقطه نظرهای کتابه. در کنار این یک سری هم یک فاکتور دیگه هم که بهش اشاره میکنه اینه که تلاش‌های ناموفقی که برای اصلاح از پایین شده بوده و باعث شکست قبلا به شکست کشیده بوده، از نظر نیروهای روشنفکر تجددخواه گاهن اینجور تحلیل می‌شده که باعث سست شدن یک پارچگی و استقلال کشور میشه، بنابراین نظر به تغییرات از بالا داشتن که این خودی زمین ساز بوده برای پذیرش یک حاکم مقتدر. نتیجه این تأثیرات این میشه که خواستهای عدالت اجتماعی، آزادی خواهی، ملی‌گرایی نسل اول در واقع تبدیل میشه به تمایلات اقتدارگرایی سیاسی و ملی‌گرایی زبانی و فرهنگی نسل بعد. این مسئله ملی‌گرایی اینجا یه چیز جالبی مطرح میکنه و اینه که جامعه اروپایی جامعه منسجم پیرامون دولت و ملت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه با تنوع قومی که دارن، یه مقدار مفهوم ملت در واقع در سایه تفاوت‌های قومی فرهنگی قرار میگیره و این دید ایجاد میشه که در واقع باید دولت ملت همگونی ایجاد کرد که به دنبال اون ما یه سری فشارهای از بالا رو میبینیم برای همگونسازی ملت ها، یکسانسازی لباس، یکسانسازی زبان و یه سری حرکاتی که عملا میشه و باعث نارضایتی های اجتماعی میشه. و مسئله جالب اینه که در تمام این موارد همسویی و حمایت نیروهای پیشرو وجود داشته پشت این حرکات. نکته ای که وجود داشته و باعث چرخش توی مقاطعی می شده و البته متفاوت توی ترکیه و ایران اینه که این رهبران مقتدر وقتی به قدرت می رسن کارهایی رو که روشنفکران می خواستن انجام می دن، ولی مسئله اینه این که اینها فقط مجری این عوامر نیست، این خواسته ها نیستن، کما اینکه با قدرت گرفتنشون خصوصا توی ایران و یواش یواش می بینیم که نیروهایی که می خوان یا افرادی که می خوان مستقل بمونن و نیان تحت تابعیت و هرشنوی کامل یواش یواش حس میشن. و نکته ای که اشاره میکنه به عنوان تفاوت بین دو کشور در ایران و ترکیه اینه که ترکیه در واقع درش دولتی وجود داشته، دولت منسجمی وجود داشته که از در واقع دولت عثمانی میرسه به کمالات دور، ولی در ایران چیزی که اشاره میکنه اینه که در واقع رضا شاه میبایست یک دولت تازه ایجاد میکرد، بنابراین از نظر پایگاهی که داشتن، ابزاری که در اختیار داشتن، این تفاوت‌ها وجود داشته. حالا جدا از اینکه می‌خوان همسازی ملت بکنن، رضا شاه در واقع می‌بایست دولتی رو هم ایجاد می‌کرد. که یه نقل قولی که اینجا داره به نظر من جالبه، من اینا رو هی میرم میام امیدوارم که حسن میگه در اونجا که به فرایند دولت‌سازی مربوط میشه، آتاتورک از یک مزیت بی همتا برخوردار بود. ارتش منظم ملی متشکل از سربازان وظیفه نظام پولی ملی، شبکه ارتباطی سراسری خطوط راهن و تلگراف، دستگاه اداری گسترده و متکی به خود و نظام قضایی عرفی همه در قرن 19 و اوایل قرن 20 حاصل شده بود. و این زمانیه که رضا شاه میبایست دولتی رو بنا میکرد، ولی آتاتورک در دوره حکومت 15 سالش میتونست دولت موجود رو دگرگون بکنه، تغییرش بده. چیزی که ما اینجا میبینیم و اینجا مطرح میشه توی کتاب همش پرداخته میشه اینه که حکومت رضا شاه
که یک حکومت مقتدر بوده به سرعت تبدیل میشه به خودکامگی و بعد از اون تبدیل میشه به حکومت خودسرانه و استبداد، که این تفاوت اصلی میدونه با مسئله حکومت در ترکیه که علیرغم اینکه دیکتاتوری بوده ولی هیچ وقت تبدیل به حکومت خودسر و استبدادی نمیشه. و مسئلهش هم این بوده که آتاتورک نهادهای سیاسی رو آزاد میذاره در حدی که بتونن رشد خودشون رو بکنن و به هویت مستقل و استوار خودشون برسن و به همین دلیل رژیمش نهادینه میشه که بعد از مرگ خودش هم از بین نمیره هر اونچه که به دست آورده بوده، در حالی که در مورد رضا شاه چون میره به سمت حکومت استبدادی، میره حکومت خودسر، در واقع اون پایگاه اجتماعی شهری هم که داشته در اول ازش حمایت میکرده اون رو از دست میده و شیفتگی که داشته به جنبه‌های فنی مدرن‌سازی در تقابل قرار میگیره با اون عدم حمایتش از و حرکات خلاقی که حتی ممکن بوده نقد حکومت هم نباشه و این باعث میشه که نتونه رژیمش رو نهادینه بکنه و کمان که در موقع رفتنش و اشکی هم ریخته نشد. این مقدمه و این روح کلی نظریه که برای مقالات حاکمه. مقاله اول که نوشته آقای کاتوسیانه در واقع رابطه جامعه و دولت رو و سیر تحولات اون رو در زمان در دوره حکومت رضا شاه بررسی میکنه، حالا از زمان رضا خان نخست وزیر و چیزی و مراحل مختلف رو میبینن ایشون در این حاکمیت، اینکه تثبیت قدرت بوده در و بعد میرسه به خودکامگی و بعد میرسه به خودسری و اینکه نهایتا به کجا میرسه و این پایگاهی رو که داشته در ملت به چه صورت باش تغییر میکنه و نهایتا از دست میده. اولا مطلبی رو که اشاره میکنه اینه که حکومت در ایران همیشه خودسر بوده و این در واقع از قدیم از پیش از مشروطه هم وجود داشته و این کاملا متفاوت از حکومت استبدادی و دیکتاتوری که توی اروپا وجود داشته، برای اینکه حکومت دیکتاتوری اروپا در واقع تکیه داره بر یک طبقه اجتماعی، بنابراین دارای محدوده و قواعدی هست، در چارچوب خاصی عمل میکنه، در حالی که در ایران و در حکومت خودسر ایران در واقع یک فرد حاکمیت میکرده و این فرد تعلق به هیچ قشر اجتماعی، به هیچ طبقه اجتماعی نداشته و برفراز جامعه بوده، پیوند اجتماعی در واقع نداشته و هر اون چی که میخواسته بکنه میکرده، محدودیتش فقط دامنه قدرت فیزیکیش دیگه، اگر جایی دستش نمیرسیده نمیدونسته. به همین دلیل توی اروپا شورش انقلاباتی که میشده شورش بخش‌های فرودست جامعه است در برابر طبقات حاکم، در حالی که توی ایران تبدیل میشه به طغیان‌های ملت بر علیه دولت، طغیان‌های ملت بر علیه یک حاکم ظالم و با امید آوردن یک حاکم عادل. و اگر شورش موفق می‌شده نتیجه‌اش می‌شده فروپاشی دولت، فروپاشی دولت نتیجه‌اش می‌شده درگیری‌های داخلی، نابسامانی، آشوب و این آشوب ادامه پیدا می‌کرد تا نهایتاً یه حکومت خودسر دیگه بیاد. بنابراین سیر تغییرات یا روابط دولت و ملت توی جامعه ایران پیش از مشروطه یک سیکل دائم حکومت خودسر، آشوب، حکومت خودسر بوده. انقلاب مشروطه اولین در واقع طغیانی توی ایران که نه تنها بر علیه حاکم ظالم بوده بلکه اصلا خواهان نابودی حکومت خودسر بوده و خواهان جایگزینی اون با حکومت قانون بوده، یعنی نه تنها فقط یک فرد بلکه کل سیستم رو در نظر داشته و به نتایجی هم که میرسه قانون اساسی رو در واقع بهش میرسه که یه شالوده حقوقی دولت بوده و اصول اساسی دموکراتیک رو در واقع اونجا نامود اول میکنن و پایه حکومت پارلمانی رو بزنن. هدف مطلوب چیه؟ شکل‌گیری یه دولت جدید که نماینده پایگاه اجتماعی گسترده‌ای باشه. ولی مسئله اینه که اینجا یک مانع عظیم فرهنگی و سنتی رو میبینه که چنین چیزی وجود نداشته و در نتیجه عدم همین سنت انقلاب مشروطه بعدش مواجه میشه با آشوب‌های داخلی که سال‌های اولیه رو در واقع درگیر این آشوب‌ها میشه و نظرش اینه که مداخله خارجی نه ایجاد کننده اون بلکه تشدید کننده اون بوده.
اشاره بعد از کودتا در واقع چیزی که آقای کاتوسیان اشاره میکنن که این سالهای 1300 تا 1304 دوره حاکمیت دوگانه و جنگ قدرت بین سه گرایش عمده سیاسی، یکی نیروهای هرج و مرج طلبن یا برها آشوریهای قومی که داخل کشور بوده، نیروهای طرفدار دیکتاتوری هن که بعدا همیشن طرفدار همون حکومت خودسر و مشروط خواهانی که خواهان نظم بدون خودسری هستن ولی نمیدونن که چجوری باید بهش برسن و تنها راه رسیدن به اون و ابزارش رو ارتش میبینن و رضاخانی که بر اون حاکمیت داشته و بر پایه این حکومتی شکل میگیره که آقای کاتوسیان میگن در 1304 در چارچوب یک مشروطه کلی یک دیکتاتوری وجود داشت ولی تا سال 1310 یک حکومت خودسر پدید آمد. این تبدیل چیزی هم که اینجا براشون جالب و فاتحه هم که میاد از مثلا دیپلومات های دیگر که این اومدن رضا شاه رو و تن دادن مردم رو به حاکمیت این یه مقدار مورد سوال قرار میدادن به خاطر پیشینه‌ای که در اروپا دارن که مشروعیت موروثی یک خانواده است یا یک سلسله است، اینجا اونها هم گیج میشن که چطور این هرج و مرج ناگهانی به یه فرمانبرداری کامل میرسه که آقای کاتوسیان این رو مطابق با الگوی تاریخی ایران میدونن که هرج و مرج و بعد یه حکومت خودسر و تابعیت و مجددن بلولی این داره از اون تابعیت میکنه و تاکید زیادی دارم برای اینکه این کوبوندن هرج و مرج و سرکوب هر مخالفت شورشی این حمایت اقشار مختلف رو داشته و همطور روشنی فکران تجدد خواهان رو، کما اینکه حتی بعد از سرکوب‌های اولیه و اساسی که آرامش رو در کشور ایجاد می‌کنه سرکوب‌های بعدی هم در قبال هر شورشی باز به عنوان حرکت پسندیده قبول شده هرچند سخت و هیچ از خارج از چیز بوده به قول معروف چارچوب شورش بوده. به قدرت رسیدن رضا شاه رو جدا از نیازی که جامعه داشته، جدا از پشتیبانی که نیروهای مختلف میکردن، بخشی هم باید در واقع کردیت داد به خود رضا شاه که قدرت اینو داشته که با سیاستمداری مختلف، با دولت‌های مختلف، سیاستمداری مختلف تن و دوستی ببنده بریزه و اعتمادشون رو جلب کنه و همینطور اعتماد دولت‌های خارجی رو، بنابراین میتونه روی این موضوع سوار بشه، میتونه که مشکلی براش ایجاد بشه، یواش یواش به قدرت برسه. ولی مسئله اینه که بعد از نخست وزیریش وقتی مسئله جمهوری مطرح میشه نمیتونه این حرکت رو به پیش ببره. علت اصلی شکست رو آقای کاتوسیان، شکست این حرکت جمهوری خواهی رو، عجله بیش از حد فعالی میدونن، چون برای بخشی از نخبگان و سوسیالیست ها و باشگاه ایران جوان دموکرات ها همه پشت این خواسته بودن، ولی مشکل اصلی عجله‌ایه که در پیاده کردن اون داشتن و در بخشن هم قدرت سیاسی و بازی سیاسی که مدرس در واقع میکنه که نهایتاً بعد از یک دوره کشاکش که عملا ما بارها ریویوش کردیم و برای میخوام خیلی مجددا دنبالشون میکنم، میرسه به اینکه رضا شاه از این قضیه کوتاه میاد، از قضیه جمهوری خواهیش و شروع کنه به دلجویی کردن از علما و زعما و بالاخره برمیگرده و سعی میکنه که قدرت خودش رو دوباره بدون جمهوری تثبیت بکنه و عملا هم پاداشش رو میبینه، کمانی که همین روحانیون ازش حمایت میکنه از زمانی که میخواد سلسله جدید رو تشکیل بده و خودش رو شاه اعلام بکنه. چیزی که اینجا مطرح میشه وقتی که مجلس مؤسسان در واقع مسئله
چطورتر تصویر میکنه من بر کنار رفتن سلطنت رو، اینه که هیچ تغییر این سلطنت بر کنار شدن قاجاریه برای کار اومدن پهلوی واکنش مردم در قبالش چیز خاصی وجود نداره، ولی فاکتوری که ایشون میارن یکیش اشاره به انتخابات آزادیه که در تهران برگزار شد برای مجلس ششم و اینکه هیچ کدوم از اون نمایندگانی که به تغییر سلطنت رأی داده بودن انتخاب نشدن، بنابراین اینو یه فاکتوری میدونن که چندان این حرکت مثل اینکه با شروع شغل استقبال مردم مواجه نشده بوده، ولی به طور مشخص افرادی که خیلی واضح و مشخص علیه این تغییر صحبت کرده بودن مثل مصدق تقی‌زاده و همطور بقیه که شناخته شده بودن که مخالف القای سلطنت هستن، القای سلطنت و قاجار مثل مصطفی و مشیرالدوله اینا، اینا افرادی هستن که رأی میارن. بنابراین گزارش هایی که از سایر نقاط انتخابات در سایر نقاط اومده بود حاکی از بی‌علاقگی مردم یا عدم شروع نشاطی، بنابراین در مجموع ارزیابیش اینه که مردم از رفتن قاجاری ناراضی نبودن، ولی همچین روی خوشی هم به اومدن پهلوی نشون ندادن. این مقطعی که در واقع رضا شاه اوج قدرتش رو داره، هم کنترل ارتش رو داره، اکثریت مجلس رو در اختیار داره و همینطور حمایت روزنامه‌نگاران و مشروعیتش رو اشاره که میشه اینکه این مشروعیتش رو به نه به دلیل اینکه سابقه یعنی خانواده از خانواده فرودستی بوده به اون دلیل از دست نمیده، بلکه نهایتا زمانیه که به عنوان مزدور فقط مزدور بریتانیا مطرح میشه، اون هم باز با اینکه زمزمهاش از اول بوده که انگلیسی ها ایشون رو سرکار بودن یا خودش این صحبت رو کرده، باز مسئله اینه که نمیتونه تنها عامل باشه، بلکه این وقتی برجسته و بزرگ میشه که در واقع میرسه به خودسری و خودکامگیش و اون موقع است که چنین فاکتورهایی برجسته میشه و مردم پول اون شروع میکنن مخالفت خودشون رو نشون میدن. مرحله خودکامگی رو زمانی میدونن که در واقع پایان مجلس ششمه و از اون مرحله یعنی وقتی که دیگه میتونن رضا شاه به سلطنت میرسه دولت خودشون میاره، از اونجا مرحله خودکامگی، یعنی تا اون مرحله اقتدار بوده خودشون محکم کرده تثبیت کرده، از اون مرحله خودکامگی حکومت رضا شاه شروع میشه و دوره دیکتاتوری رضا شاه تا میرسه به حکومت خودسرانه که از سال 1309 تا 20 اون مرحله رو میدونه و کلن سیر حرکتی رضا شاه وقتی با آتاتورک مدرن مقایسه میکنه اینه که میگه رضا شاه به سلطنت میرسه، دیکتاتوریش رو تثبیت میکنه، یه دوره خودکامگی داره، یه دوره خودسرانه داره که اون حاکمیت خودسرانه رو یه تغییر مطلق سرنوشت ساز میدونن که نهایتا باعث از دست دادن پایگاه اجتماعی میشه که چندان از اول گسترده نبوده ولی باعث پوسیده، ولی توی ترکیه آتاتورک هیچ وقت مشروعیت خودش رو از دست نمیده، حداقل در میون حامیان خودش و اقشار سکولار. مرحله آخر که اون مرحله در واقع خودسریه که من سریع فقط دوستش میکنم که رضاش شروع میکنه همه پایگاه خودش رو از دست دادن، نمونهاش بوده دستگیری ها و زندان ها، قتل ها، مرگ های مشروعی که شامل نزدیکان و حامیان رضا شاه شده، برای این حامیان خودش رو از دست میده و شروع میکنه در اواخر دهه 1300 علیرغم اینکه شورش های ایلاتی در واقع سرکوب شده بودن، تازه شروع میکنه به پراکنده کردن ایلات، کوچ اونها و فشار خیلی شدید که باعث میشه ایلات هم در واقع ازش ناراضی بودن و بعد شروع میکنه مسئله تصاحب اراضیه که به شدت هم خودش هم هرچی کسی قدرت داشته این کار انجام میده، به این ترتیب روستاییان و ملاکان ازش ناراضی میشن و انحصارات دولتی رو ایجاد میکنه برای تجارت کالاهای مهم مثل گندم و امثال هم که دهقانا زمیندارا و تجار رو دوباره در اونها هم ایجاد نارضایتی میکنه تا اینکه میرسه به تغییر لباس مردان و منع حجاب که جامعه دینی و عمده مردم در مقابلش قرار میگیرن.
و در کنارش هم مسئله ادبا بوده و عدم کار خلاق در زمان اون و حتی اینکه گوفکو که مهمترین اثر ادبی ایران هست در خارج از ایران چاپ میشه و با این عبارت و با این اختیار که انتشار و فروش این کتاب در ایران ممنوع است. بنابراین بزرگترین اثر ادبی ایران به این صورت چاپ میشه و دیگه بازداشت ها و زندان ها و محکمه‌های نهایتاً چیزی که اشاره می‌کنم بهش اینه که دولت در پایان دولت رضاشاه در پایان از اون چی که در دوره ناصرالدین شاه بود بیشتر از ملت جدا شده، یعنی مقایسه می‌کنم با اون زمان و اینکه این جدایی دولت اون که ما همیشه دولت و جامعه از هم دیگه جدا بودن، حتی به نظر ایشون در پایان دوره رضاشاه این جدایی بیشتر از جدایی حاکمیت دولت ناصرالدین شاه با مردم بوده و نهایتاً اینکه رضا شاه در مسیری که طی می‌کنه از 1304 دارای مشروعیت سیاسی قابل ملاحظه و پایگاه اجتماعی محکمی داره، هرچند نه پایگاه اجتماعی مردمی، ولی در 1320 تبدیل میشه به شاه منزوی که هیچ توقع قشر اجتماعی ازش حمایت نمی‌کرده و بنابراین چاره ای نبوده جز کنار رفتنش و حتی متفقین هم نمیتونستن نگه دارن، چون از یه طرف کشور رو حتی اگر میخواستن نمیتونستن، چون از یه طرف کشور رو اشغال کرده بودن، از طرف دیگه میخواستن شاهی رو نگه دارن که هنوز الان مطالبات در واقع عدالت جویانه بر علیهش در مطرح بود و این نهایتا منجر میشه به اینکه شاه به هیچ وجه رضا شاه امکان باقی موندنش در سال 1320 نبوده و باید میرفت. این در باب فصل اول که سیل حرکت رضا شاه داره یک پاراگراف آخری این مطلب رو من میخونم. تمامی این تجربه هرچند کاملا برای آخرین بار ثابت کرد که پیوند دولت و ملت و به همراه آن ثبات، توسعه و انباشت پایدار برای مردم ایران در شرایط حکومت خود سرانه یا حتی بدیهی‌تر آشوب و هرج و مرج به روی دیگر همسکه است میسر نمی شود و هر کدام از آنها از نقطه نظر جامعه شناختی توجیهگر بازگشت دیگری در سرتاسر تاریخ طولانی ایران بوده است. عملی این بررسی آقای کاتوسیون مصدقی بود. در فصل دوم آقای اتابکی میان مسئله خلافت روحانیت و نقش و رابطه اونها رو با جمهوریت در دو کشور ایران و ترکیه بررسی میکنن. چیزی که اشاره میشه اینه که چه در ترکیه و چه در ایران قرن بیستم مناقشه اصلی برای مدرن‌سازی بر سر مدرن‌سازی جامعه بر سر حقوق و خودمختاری فردی و نمایندگی مردم بوده و نه شکل حکومت، یعنی چندان شکل حکومتی که جمهوری باشه سلطنت باشه مورد نظر نبوده و حتی در فراخوان های جنبش های چه جنبش مشروطه چه جنبش آتاتورک هیچ کدوم در اول در برفعن فراخوانی برای جمهوری نداشتن و همه اینها بعد از در موقع پیروزی این جنبش ها تازه جمهوری خواهی مطرح میشه، که این تأکیدیه که چنین چیزی از اول درخواست اونها نبوده. ولی در مقابلش روحانیون محافظه‌کار بیشتر روی شکل حکومت مسئله داشتن و اکثر اوقات جمهوری خواهی رو با سکولاریسم و حتی آتئیسم یکی می‌کردن. ولی باز در اینجا اشاره می‌کنن که برخوردهایی که میشه نسبت تحلیل‌هایی که از نسبت به نقش روحانیت در جمهوری خواهی، این که بخشی میگن اصلا نقشی نداشته، مخالفتی نکرده و بخش دیگه تماماً عدم موفقیت جمهوری، جنبش جمهوری خصوصا در ایران رو به عهده روحانیون میذارن، اینها رو هر دو رو در واقع قبول نمی کنن و یه چیز بینابینی رو مد نظر قرار میدن. چیزی که تفاوتی که بین سیاست ها بین اصول برنامه آتاتورک و رضا شاه مطرح میکنه اینه که آتاتورک در واقع شش اصل رو پیگیری میکرده، شش اصل کمالیسم، جمهوری خواهی، سکولاریسم، ملی‌گرایی، مردم‌گرایی، دولت‌سالاری و انقلابی‌گری.
در حالی که رضا شاه خب برنامه مدون مشخصی که نداشته، ولی سه اصل رو میشه توی حرکات و برنامه‌هاش پایدار دید. یکی سکولاریسم، ملی‌گرایی و دولت‌سالاری. یعنی فقط سه تا اصل و شش تا اصل دیگه. در حالی که در بین اون شش اصل سنگ بنای تغییرات اساسی سیاسی اجتماعی رو تو آتاتورک بر پایه جمهوری خواهی میذاره و روالی که پی میگیره اینه که در مرحله اول سلطنت و خلافت رو از هم جدا میکنه، بعد لغو سلطنت رو اعلام میکنه و یک فاصله یک ساله اینجا میذاره تا اعلام جمهوری میکنه و بعد از اون خلافت رو در واقع برمیچینه. در مورد رضا شاه چیزی که وجود داشته اینه که تمام این پروسه‌ای رو که در واقع آتاتورک میاد در یک پروسه 4 ساله و حتی ایجاد جمهوری رو از زمانی که سلطنت رو لغو می‌کنه تا زمان اومدن جمهوری یک دوره یک ساله داشته که به شدت روش کار برنامه‌ریزی می‌کنه، نیروهای اطراف خودش رو منسجم می‌کنه، کار تبلیغی می‌کنه و مطمئن میشه که مخالفتی در واقع با اعلام جمهوریش اعلام جمهوری نخواهد بود، در حالی که رضا شاه تمام این کارها رو توی یه فاصله یک ماهه میخواسته انجام بده و خیلی بیشتر به نظر میاد که کارها حالت روبنایی داشته و انگار با یه خود و نیرنگی میخوان مثلا یه چیزی رو پیش ببرن و کار ریشه‌ای در واقع ایران رضا شاه نمی کنه برای ایجاد سیستم جمهوری و حتی در سال 1304 در سال اواخر 1302 رضا شاه عجله داشته که توی بود تا پیش از این آرام مثلا سال 9 بتونه جمهوری اعلام کنه که خودش بتونه مسائل شرفیابی به حضور شاه و اینا اصلا برچیده بشه و یه سری حرکاتی که اینجا انجام میشه مثل اینه که خیلی یعنی out of the blue به قول معروف مثل اعلام انقراض قاجاری توسط فرقه دموکرات یا اعلام وجودیت یه حزبی به اسم حزب جمهوری ایران که تاریخ تأسیس خودش رو 4 سال پیش میذاره و یه همچین حرکاتی رو این وسط در واقع میبینیم که انجام میشه و طبعا هم نمیتونه چیزی رو به پیش ببره. ولی یک نکته مهم اینه که وقتی مسئله جمهوری خواهی حالا در ایران مطرح میشه و این قوقا بالا میگیره همون زمانی که در ترکیه آتاتورک لغو خلافت اعلام میشه، این تازه وقتی که در واقع ولوله بزرگی میفته توی روحانیون ایران که یعنی این سیر حرکتی که اعلام جمهوریت نهایتاً به لغو خلافت منجر شده و بنابراین اصلا داره مسئله قدرت روحانیون زیر سوال میره، اینجاست که در واقع روحانیون خیلی برانگیخته میشن و شروع میکنن به شدت مقابله کردن با این مسئله. و نهایتاً از بازاریا در واقع کمک میگیرن و این رو تظاهراتی رو ایجاد میکنن که باز اون هم ریویو کردیم که رضا شاه در واقع تلاش میکنه برای یه سرکوب نظامی که حتی به مجلس میرسه، مردم چون تظاهراتشون توی مجلس بوده به مجلس میرسن ولی نهایتا نمیتونه، شکست میخوره این حرکت و ایجاد یعنی در واقع دامن میزنه به مخالفت‌های مردم و روحانیت به رضا شاه و موقعیت اون رو به حد زیادی پایین میاره. یه دلایل کامیابی کمال آتاتورک و برقراری جمهوری مقایسه هایی که اینجا میشه باهاش، نکاتی که به نظر من جالبه و باید حتما بهش اشاره بشه، اشاره‌ای که میکنه میگه دلایل کامیابی مصطفی کمال و ناکامی رضاخان در برقراری جمهوری در کشورهای خود را میتوانیم نه تنها در نقش روحانیون ایران هرچند در مرحله نهایی باشد بلکه همچنین و مهمتر از آن در عملکرد دو رهبر و روش‌های اعمال تغییر از کشور جستجو کرد. در ترکیه به واسطه نهادهای سیاسی موازی که مصطفی کمال در آنکارا ایجاد کرد هم روشنفکران متعهد و متعهد و هم ارتش از هدف کمال حمایت کردند. از آن گذشته فقدان هدف
به همراه اشتباهات سیاسی جدی از جانب رقیب او سلطان وحیدالدین باعث شد انقلاب سطحاً نسبتاً به گونه دردسر انجام شود. و کار دیگه هم که کرد اینه که چون سلطنت راحت‌تر در واقع لغو شد تا به خلافت، وقتی به خلافت میرسه این برای لغو خلافت چیزی که مطرح میکنه برای جلوگیری از هر گونه مخالفت احتمالی محافل دینی و خلاصلاح ایدئولوژیک آنها در زمان القای خلافت کمیته‌ای با وظیفه پشتیبانی از دیدگاه‌هایش تشکیل داد. این کمیته خاطر نشان کرد که ادعای عثمانی در خصوص خلافت نامشروع بوده و از 1258 که مغول‌ها به امپراتوری رو تسلیم کردن دیگر خلافتی وجود نداشتن. یعنی دقیقاً کار ریشه‌ای میکنه، کار برنامه شده و نهادهایی رو ایجاد میکنه که این نهادها حامی دید و حکومت جمهوری هستن، در حالی که رضا شاه به هیچ کدوم از این نهادها اصلا میدون نمیده و به طور مشخص در رایده ناکامی رضا خان رو حس میکنه که عدم تمایل رضا شاه به حفظ نهادهای مستقل، عدم حمایت کامل محافل اصلاح طلب از او و حتی عدم همسویی حامیانش، کسانی مثل داور که شرایط جامعه رو برای چنین حرکاتی مناسب و آماده نمیدونستن و حتی اتکاش که به نیروی مسلح بوده صرفا به ارتش بوده و روابط خوبی هم همون زمان حتی با ژاندارمری هم نداشته و حتی یه سری از ارتشی ها هم از حرکاتش حمایت نمی‌کردن. بنابراین مهمترین مسئله و تفاوتی که اینجا وجود داشته اتکای آتاتورک به نهادهای سیاسی و مخصوصا حزب فرهنگی بوده که اون رو نمایندگی می‌کرده و سیاست‌هاشو پیش می‌برده و حرکات منسجمی که انجام می‌شده. در نتیجه گیری این بحث میگه بالاخره در خصوص ناکامی جنبش جمهوری خواهی در ایران باید به رفتار نسنجیده رضا خان اشاره کرد که برعکس مصطفی کمال که کاردانی جستجوی دقیق گزینه‌ها و حس موقع شناسیش همه عواملی بودند که در موقعیت نهایی سهم داشتن، فقدان این خصوصیات در رضا خان به تدریج برخی از خشوع‌ترین ستایشگرانش را واداشت که در حمایتشان از طرف او تجدید نظر کنند. و یه نکته خیلی جالب هم اینه که ناکامی رضا خان در کسب قدرت از طریق فراخوان برای جمهوری در ایران او را به کاربرد راهکارهای سنتی تر در جهت پیگیری هدفش واداشت. او به جای تکیه تنها به مجلس و سیاست‌های خیابانی شبکه‌ای کارآمد را در درون نظام به خدمت گرفت که سنجاب به او اجازه داد در نهم آبان طرح انقراض دودمان قاجار را از تصویب مجلس بگذراند. بنابراین بدون پایگاه اجتماعی، بدون پیوند اجتماعی و بدون حامیان جدی و محکم این سعی کردین سیاست ها رو پیش برن. این بحث دومه و من فکر میکنم به دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی فصل سوم درسته؟ فصل سوم که هست عنوانش ایران نو و زوال سیاست های حزبی در دوره رضا شاه یه بحث جالب و متفاوتیه که در واقع به شکل‌گیری یه حزب سیاسی ایرانی که فقط سه ماه فعال بوده در سال 1306 اشاره می‌کنه، حزبی به اسم ایران نو که به رهبری تیمورتاش تشکیل میشه در سال 1306 و یک شاخه پارلمانی به اسم ترقی داشته که علیرغم از بین رفتن حزب بعد از سه ماه این جنای ترقی به حیات خودش تا سال 1311 ادامه می‌ده. نکته ای که وجود داره اینه که به این حس در تقریبا هیچ کدوم از منابع ایرانی و مطالب ایرانی اشاره ای نشده، اصلا نادیده یا گرفته شده یا اهمیتی بهش ندادن، در حالی که بلا فاصله بعد از ایجادش مورد توجه دیپلمات‌ها و روزنامه‌های غربی قرار میگیره که اون رو یه حزبی با خط مش فاشیستی توصیف کردن. علت اهمیت این حزب رو در تاریخ سیاسی ایران در واقع میان در چند محور بررسی میکنه. این که به حزب ایران نو زمانی ایجاد میشه که خب حکومت رضا خان حکومت استبداد سلطنتی بوده که خب پیش از این هم وجود داشته ولی وزن بیشتری داشته، به این دلیل که
حکومت دوره قاجاری علیرغم اینکه استبدادی بوده ولی قدرت اعمال نظریات خودش رو نداشته، محدود بوده، در حالی که دولت رضا شاه دولت مقتدری بوده و اونچوری که میخواسته پیش ببره پیش میبرده. و در این حال این نظام پارلمانی که دست نخورده باقی مورد رضا شاه حفظش کرد عملا به نفع رده های بالای اجتماع بوده و حزب سیاسی اصیلی وجود نداشته و دائم اینجا دستبندی های ناپایداری توی مجلس هم تشکیل میشه و این نهایتا نمایندگی میکرد اقشار بالایی جامعه رو. بنابراین در واقع خط مشی لیبرالیش خیلی محدود بوده، برد محدودی از نظر اجتماعی داشته. و در کنار این زمانی به دنبال تجربه شکست حکومت پارلمانی اون اولی مسئله اول مجلس اول رو و مشکلاتی رو که داشته و بعد جنگ جهانی، تمایل به اروپای جایگزین، همه اینها رو که بیم جمع کنیم با اون محدودیت میرسیم به اینکه این شکلی تدریجی رژیم رضاخان و ایجاد محبوبیتش، افزایش محبوبیتش بعد از اینکه هرج و مرج‌ها رو در واقع سرکوب می‌کنه و سامانی میده به کشور، این امکان رو در اختیار رضاشاه می‌ذاشته که بتونه با همکاری مجلس سیاست مداراش در رأس تغییرات و اصلاحات اجتماعی قرار بگیره. ولی این سیاستی که رضاشاه ازش تبعیت نمی‌کنه و شروع می‌کنه سیاست در واقع خودسرانه رو پیش بردن و از نهادها و افراد سلب اختیار میکنه و مجلس رو هم از تمام دوره از 1304 تا 1306 تضعیف میکرده. ولی در سال 1306 یه رو میبینیم که یه حزبی رو تشکیل میده، یعنی یه کنشی، یه واکنش مثبتی نسبت به نهادهای سیاسی میذاره. این چیزی که اینجا بهش اشاره میکنه و جالبه اینه که رضا شاه علی‌رغم اینکه نهادهای حکومت نمایندگی رو حفظ میکنه ولی اونها رو از روح آزادی خواهانشون تهی میکنه و نهایتا میشه اینجور استدلال کرد که میرسه به مرحله ای که روشهای مدرن حزبی رو برای اقتدار طلبی به کار میگیره. این رو قبول میکنه که باید به روشهای مدرن در واقع متوسل بشه و به همین دلیل حزب ایران نو تشکیل میشه که دو هدف داشته: ایجاد حزب نیرومند طرفدار شاه به قصد تشکیل اکثریت منضبط در مجلس، بسیج سازماندهی افسران ارتش، کارگزاران و عناصر جامعه در پشت سر شاه. یعنی دو هدف: یکی منسجم کردن مردم و جامعه پشت شاه و یکی قدرت گرفتن در مجلس بوده که بتونن اون چیزی که میخوان پیش ببرن. ولی ایرانی نو در واقع شکست میخوره در اینکه بتونه بسیج سراسری پشت شاه داشته باشه به عنوان یک حزب، ولی در هدف دیگه‌اش که اینکه بتونه اکثریت مجلس رو در اختیار بگیره موفق بوده. و چیزی که اینجا بهش اشاره میکنه این آقای مکیو اسمش رو فراموش کردم، اینه که این حرکت، یعنی تلاش در جهت کسب اکثریت در مجلس، خصلت نمایندگی مجلس ایران رو از بین میبره ولی کارکرد قانونیش، قانونگذاری اون رو در واقع احیا میکنه و تحکیم میکنه. و توجیهاتی هم اینجا تیمورتاش داشته در جهت اینکه چرا چنین حزبی رو تشکیل میدن و چرا چنین تلاشایی میکنن در گفتگوهایی که داشته در با دیپلمات ها. متأسفانه تمام تقریبا نقل قول هایی که اینجا وجود داره از نوشته ها و گفتگوهای غیر فارسیه، یعنی هیچ منبع فارسی اینجا بهش اشاره نشده و بیشتر اینا برداشت های دیپلمات ها هست و یا گفتگوهایی که اینجا شده. و اینکه تیمورتاش به طور مشخص توی گفتگوهاش اعلام میکنه که تلاش های ایران برای اداره ایران با یک نظام پارلمانی لیبرال در واقع به شکست رسیده و توی مجلس آشوب هرج و مرج شروع بازیه و باید یه اکثریت وجود داشته باشه وگرنه این قوانین تصویب نمیشه. یعنی زمانی نمیخواسته بذاره برای اینکه مجلس عملا جای خودش رو پیدا بکنه، بتونه گفتگو بکنه، بتونه زمان ببره علوم و این نگرانی که این کارهای اصلاحی باید انجام بشه، باید به پیش برده بشه. ولی این دید فاشیستی رو پشت تشکیل این حزب می‌بینه که علی‌رغم اینکه شکل نگرفت ولی تونست در واقع شاخه
پارلمانی خودش رو ایجاد بکنه تا سال 1311 که منحل میشه اون شاخه جناح پارلمانی هم، چون دیگه رضا شاه بدون اون هم مجلس رو به طور کلی در اختیار خودش داشته و این سیاستیه که مد نظر بوده که در اون زمان در سال 1306 تیمورتاش و رضا شاه در پیش میگیرن که بتونن از روش قانونی به ظاهر با در یک حکومت پارلمانی بتونن در واقع سیاست استبدادی خودشون رو پیش ببرن. این دوستان، من موقعی که خانوما پرزنت میکردن داشتم فکر میکردم که 8 مارش روز زن بوده، شاید خوب شد که پرزنترهای مارش ما از خانوما بودن. ضمن تبریک روز زن به همه خانوما، از خانم نوین و خانم ارزنده خیلی تشکر میکنم. وقتی سوال و جواب هست ثبت نام میکنم از دوستانی که ثبت نام کنید. دوستان قبل از اینکه شروع کنیم، کسانی که ایمیلشون رو ما نداریم، اگر علاقه من هستن که اهرهای کانون کتاب رو بگیرن، ایمیلتون رو لطفا اینجا بذاریم و مجدد خواهشون هم سوالات خودتون رو محدود کنیم به 2 دقیقه. آقای اماد بفرمایید. ارزم که سوال بنده از سرکار یه خانم ندین است و قبل از سوال دلیری ایشون رو نسبت به یک چنین بحث سهل و ممتنهی که زحمت کشیدن و جمع‌آوریش کردند و از جاهای مختلف پیداش کردند واقعا تبریک هستم. ولی نقطه نظرهای جناب‌عالی رو راجع به نقطه های منفی که من نسبت به این بررسی شما دارم خدمتتون عرض می‌کنم جواب بدم. وقتی که حکومت مین که چین رو نام می‌بریم، یعنی سفاک‌ترین حکومتی که پای زنان رو در قالب گذاشت که از خانه شوهرهای فرسن فرار نکنند، و وقتی که راجب توسعه در کشورهایی که عدم توسعهشون الان به زعم چپروانهایی که الان متفکرین هستن در اروپا ذکر کردی، اختراع ماشین بخار، اختراعاتی که در غرب انجام شده هرگز اسم برده نشد. یعنی گفته شد که انگلستان از پارچه‌های ابریشمین هند استفاده کرده، ولی از ماشین‌های نساجی که در اونجا اختراع شده برای اینکه این کار به سهولت مسپروداکشن تر بشه، بهتر بشه، صحبتی نشد. بنابراین چرا به این نحو یک طرفه قضاوت شده نسبت به اینکه در غرب هم یک همچین حرکاتی بوده، اختراعات مختلفی بوده؟ حکومت هند رو صحبت کردن راجع به موفق‌ترین حکومت از نظر اقتصادی، ولی چرا حرفای مهاتما گاندی نسبت به اهیمسا تیکراها رو نگفتن که بحث اقتصاد در هند است؟ چون بعد از اینکه نادرشاه هند رو گرفته، بلافاصله بعدش انگلیس‌ها هند رو گرفتن و بعد مهاتما گاندی که این کار رو انجام میده، مبحث اقتصادی هند که بونستگی مرگ در کنار رودخانه‌های سند و گانگ بوم هستش، اینها رو به عنوان اهیمسا تیکراها بیان میکنه در توی خود کتابش و خیلی مشخص. نظر شما رو میخواستم در این مورد که چرا این چیزی؟ فکر میکنم که صحبتی که من اینجا مطرح کردم این که عدالت اجتماعی بوده نبوده. یعنی منظور من این نبوده که حکومت پرقدرتی بوده و از نظر مقایسه که می کنیم، از نظر مقایسه‌ای در یه زمانی پیشرفته تر از انگلیس بوده. بی‌عدالتی بله بوده، اصلا وقتی که آدم مراحل حکومت ها رو می‌بینه، از مثلا برده‌داری یا بعد میاد دهقانی، بعد میاد سرمایه‌داری، عدالت اجتماعی در اینجاها نیست بهش. ولی مسئله ای که ما اینجا مطرح میکنیم، چه اتفاقی افتاد که این کشورها نتونستن انقلاب صنعتیشون رو رخ بدن؟ من اصلا جنبه چیزش رو نمیگم، من انتقاد کردم به بیل وارن، به
جنبه های اجتماعی رو که آورده و البته اگر که در مورد اختراعات و اینا متاسفانه نرسد این حالا ایمیل میکنی میبینی که رسیدیم به اونجا هم که اختراعات دورانساز اصلا چه تغییرات عجیب و غریب ماشین بخار، اتومبیل سازی، فوردیسم که اومد تمام اینا خیلی به اصطلاح تحولای عجیب و غریبی به وجود آوردش ولی مسئله این بوده که در سیر تحول طبیعی کشورها یک مانع ایجاد شد و دو شرخه شدن یکی کشورهای عقب افتاده توسعه نیافته و عجیب غریب یعنی الان و این عجیب غریبیشون هستش که خیلی راحت میشه آدم ها به اشتباه بیفتن وقتی که مثلا یک کشوری مثل عربستان یا همین دبی که شبانه روز دارن توش آسمان خراش و اینا درست میکنن برای مردمی که زیاد با دنبال اخبار و اینا نیستن فکر میکنن که سرمایه داریه یا آمریکا الان به نظر میاد که پیشرفته است در صورتی که این مقاله اخیر آقای بروچ استیون بروچ که توی نیویورک تایمز نوشته گفته که بحران سال 2007 بحران که از سال 2007 شروع شده اصلا قابل مقایسه با بحران سال 2000 نیست برای اینکه بحران سال 2000 بحرانی بودش که روی بورس ها سهام و اوراق قرضه بود که فقط 13% جی ان پی رشد ناخالص ملی رو تشکیل میداد ولی بحران الان روی کردیت هست یعنی لاین هایی که همین ویزا ها که مردم خرج میکنن و کانستراکشن این 87% جی ان پی رو داره درست میکنه و رها شدن از این بحران عجیب غریب اصلا تنها راهی که اینا دیدن بودجه نظامی رو افزایش بدن یعنی تمام این جنگ ها بازی هستش که این بحران رو بگیرن بخوابونن و در اینجا وقتی که انسان ها رو تبدیل میکنن به دو دسته انسان درجه اول و انسان درجه دوم که در انسان درجه دوم حق داری شکنجه بدی حق داری هیچ حق نمیدونم تلفنش یا ایمیلش یا ببریش زندانی بدونی که تمام این چیزایی که مسخره میکنن جهان سوما دارن پیاده میکنن فقط به خاطر اینکه این تقسیم بندی رو انجام دادن. متشکرم دوستان. روال جلسه همیشه اینطور بوده که در کتاب اصلی معمولا سوال کنید و جواب میگیرید و بحث میکنید بنابراین من خواهش کنم که سوالاتون رو مطرح کنید به کتاب اصلی اگر که در نهایت فرصت بود در مورد الگوهای توسعه هم صحبت خواهیم کرد. سوال من در مورد این کتاب تفکر آمرانه هست و مقاله دوم مال آقای عطاهاشی. برای من این مسئله خیلی مهمه که چطور اینقدر اهمیت دادن به مسئله جمهوری خواهی. برای اینکه جمهوری که در مقابل سطح اول میگیره یه شکل حکومت، فقط شکل، یعنی اصلا ربطی به ماهیت و ماهیت نداره. به عنوان مثال صدام حسین مثلا دولت 4 ساله بود ولی نمیدونم 20 سال 15 سال پروفسور هم دیگه رئیس جمهور بود و همچنان هم به اصطلاح ماهیت حکومتش دیکتاتوری بود. حافظ اسد همینطور، سرتاسر آمریکای جنوبی همینطور، پرون نمیدونم رؤسای جمهور مکزیک، برزیل، تمام آمریکای جنوبی هم به همین صورت بود. بنابراین اینکه رضا شاه رئیس جمهور یعنی جمهوری تشکیل میداد یا نمیداد هیچ ارتباطی به مسئله به اصطلاح سکولاریسم و دموکراسی نمیتونه داشته باشه و خود برای من مبهمه که در مورد آتاتورک هم نمیتونه صادق باشه. آتاتورک میتونست خودش رو پادشاه بکنه همونطوری که رضا شاه پادشاه کرد و خلافت رو منحل بکنید. من بخواستم ببینم که این اهمیتی که آقای عطابکی به جمهوری خواهی بوده از چه نظر؟ چیزی که در واقع روی این مثلا عنوان مقاله مسئله جمهوری و جمهوری خواهی توی ترکیه و ایرانه و
برخورد و تقابلی که از جانب خلافت و روحانیت با این قضیه میشه و من فکر میکنم این مسئله جایی ایشون برجسته نمی کنن که حالا به چه جهت میبایست مثلا جمهوری میبود یا نمیبود، فقط یه بررسی اجتماعی تاریخی میکنن که این قضیه به چه صورت مطرح شد و به چه صورت جناح مختلف یا اقشار مختلف در برابرش موضع گرفتن و حتی تحلیل ها و نظرهایی یا تفسیرهایی رو که در واقع در مورد جمهوری میشه در چه در ترکیه عثمانی چه در مثلا ایران زمان قاجار برای اولین بار که این مفاهیم مثلا وارد میشن حتی بدون اینکه خواسته ای پشتشون باشه توضیح میده که اصولا گاهی اوقات خیلی مشخص نبوده که جمهوری معنیش چیه، خیلی وقتا همین تعریف رو میدادن که این دموکراسیه یا حالا نه با مفهوم کامل دموکراسی ولی حاکمیت مردمه و چندان هم مشغلهشون نبوده. مسئله همینه که اشاره میکنن که اصولا شکل حکومت مشغله هیچ کدوم این جنبش ها نبوده و هیچ کدوم هم این رو به عنوان فراخوان حرکت خودشون مثلا در مشروطه مسئله جمهوری مطرح نبوده تا وقتی که میگذره قانون اساسی هم تصویب میشه بعد ها مسئله جمهوری مطرح میشه. اینکه حالا این ناگهانی مطرح شدنش به چه صورت بوده یا اینکه وقتی از اقشار یا روشنفکران این نظر رو داشتن که اصولا اون مشروعیت موروثی رو میخواستن از پا بندازن و این ایده رو بذارن که حکومت میبایست موقت باشه و در اراده یعنی اقتدارش ناشی از اراده ملت باشه در برابر اینکه بتونه مشروعیت حالا یا الهی داشته باشه به عنوان سلطنتی که موقعیت الهیه یا مثلا به این نقل که یک سلسله ای که مشروعیت خودش رو در طی تاریخ کسب کرده ولی بعدها این مسئله جمهوری مطرح میشه و یه بلایی هم ایجاد میکنه که همین راه هم مفهوم رو هم اعمال میکنه که سکولاریسم رو یعنی حتما با سکولاریسم هم در حالی که واقعیتی نبوده بلکه این چیزی که در جامعه به وجود میاد و اتفاقا در مورد آتاتورک هم اشاره میکنه در نهایتش هم اینجا توی در واقع آخرین پاراگراف این مقاله میگه اما تا آنجا که به نمایندگی مردم مربوط میشد نه در ترکیه و نه در ایران به طور کامل به اجرا در نیامد. در جمهوری ترکیه مصطفی کمال تا هنگام مرگش به عنوان رئیس جمهور بلامنازعه در قدرت باقی ماند. یعنی همین رو مد نظر خیلی ممنون خانم برزنده. من فقط یه سوال دارم در مورد حالا از شما یا از دوستان دیگر اگر کسی به اصطلاح میدونه، چون این مقایسه رضا شاه و آتاتورک خب خیلی جاها میشه، خیلی این مقایسه رو میکنن، ولی خیلی جالبه که بدونیم به اصطلاح زندگی رضا شاه و زندگی آتاتورک قبل از اینکه به حکومت برسن چجوری بوده. مثلا ما میدونیم که رضا شاه تحصیلاتی نداشته، توی یه دهات مازندران بدن به صدا بزرگ میشه، چه یه زندگی اولیشون میزرونه، ولی در مورد آتاتورک اینطور نبود. تا تو جایی که خاطرم هست آتاتورک تحصیلات دانشگاهی داشته و اصلا کاملا متفاوت. اگر دوستان باشید راجع به زندگی اینها میتونه یک به صدا مقایسه ای رو اگر خود شما جایی رو خوندین چیزی رو یا اگر دوستان دیگری میتونن یه مقایسه بدن خیلی ممنون میشه. من تا حدودی تا اونجا که اطلاع دارم بله سطح زندگی این دو فرد متفاوت بوده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه جنگ بودن و بعد از بعد ترک جوان بعد از عثمان جوان آمد. عثمانیان پوسیده بودن و انگلیس همیشه مراقبشون بود اگر روسیه نباشد چه دانشگاه الازهر؟ چون همون از آقای امبارک برای آیت الله نور جردی فتوا میداد تپسی حرامه. این مشکل ما در ایران داشتیم از این دوباره مقایسه نیستن. یه خود منطقی تر منصفانه تر مسائل رو دقیق تر نگاه کنم و اما صحبت از خودسرانه و چه شد. من اینجا میخوام یه انتقادی از جمع خودمون بکنم. این آقای محترم از من خواست این کتاب رو تقدیم کنم. دو هفته من نشستم این کتاب رو خوندم، اینا رو برداشتم. این آقای محترم اومد من گفت که آقا جان که قراره یه نفر دیگه داوطلب بشه. شما میخواید 20 دقیقه داشته باشید؟ گفتم نه اون آقا بکنم. بعد بهم گفتن ایمیل فرستادم گفتن 4 نفر قراره این کتاب رو تقدیم بکنم. گفتم آقا همون رو بکنم.
ولی آقای وقت همینجا نشست یه نفر انجام داد. کسی به من نگفت آقای تو چی از من تعهد کتبی و امضا میگیری؟ از کی گرفتی که از من تعهد کتبی گرفتی؟ این که با من باشتم نگفتید آقا ببخشید یه اشتباهی پیش کنم. هر کسی یک ذره بایستی برای دیگر 70 سال من دکترا در علوم سیاسی دارم، چرا با من اینطور رفتار میکنید؟ بعد این آقای محترم ایمیل فرستادن که این کتاب رو میخواید. من در جریان بحرین بودم، من با زاهدی رفتم بحرین، این مسئله درباره بحرین خیلی علاقه من بودم. اینه ایمیل زدن که آقا من این کتاب رو حاضرم پرزنت بکنم. بعد گفتن نه خیر این کتاب حذف شد به جاش تجدد عامرانه اومد. ایمیل زدن من این کتاب داوطلبم، برای چی با من اینطور رفتار میکنید؟ مرسی آقای جهانگیر، من از شما معذرت میخوام اگر بی احترامی شده. خیلی متشکرم آقای ثابت، بفرمایید. دو موضوع من اینجا عرض میکنم. مشکلی که ما با دوران این حکومت رضا شاه مقایسه جالبی شد از حکومت یا آتاتورک و رضا شاه، که آتاتورک سعی کرد نهادهایی رو که از قبل حالا وجود اومده بود تا حدودی حفظ کنه. مطلبی که ما اینجا وجود هست این که فرض میکنیم که آقایونی که صحبت شد که حتی اگر که خیانت هم کرده بودن به ملت ایران و به کشور ایران، از دقیق بایستی ظاهر امر رعایت میشد و اینها رو در دادگاه های صالحه محاکمه میکردن، که متاسفانه این اتفاقا فقط عامرانه بود و به گیر و بند رو میکشتن. و این نهادها و این به اصطلاح سنت ها گذاشته شد و بعدی هم ازش تبعیت کرد. فصل دوم در رابطه با مبارزه ترکیه و ایران هست. همیشه من مشغولی من این بود که چطور در ترکیه سکولاریسم برقرار شد و متاسفانه در ایران ما در همون خم اول موندیم و هرگز نتونستیم اصلا صدا بزنیم سکولاریسم. این مطلبی که من فکر می‌کنم در این کتاب شاید بهش توجه زیاد نشده، بستر فرهنگی و بستر مذهبی بوده که هر دو تا کشور درگیرش بودن. یعنی کشور ترکیه یک بستر مذهبی داشته، حالا فرض می‌کنیم بستر مذهبی شاید ضعیف بوده، که آنچنان هم ضعیف نبوده، کما اینکه پادشاه خودش رو خلیفه قدمداد میکرده و خودش رو وارث حضرت محمد میدونسته، بنابراین نمیتونسته آنچنان نهادهای ضعیفی داشته باشه. در حالی که در ایران ما ببینیم که حاکمیت از پس نهادهای مذهبی بر نمیاد. این واقعا همیشه برای من سوال بوده که چطور ما نتونستیم سکولاریسم رو در ایران پیاده بکنیم. به هر حال فکر میکردم شاید مثلا این آقایونی که این کتاب ها رو نوشتن شاید بیشتر به این مسئله توجه میکردن، اما شخصا چون دل مشغولی من بوده فکر میکنم نوع مذهبی که در این دو تا کشور وجود داشته متفاوت بوده. یعنی مانیفستی که شیعه در رابطه با قدرت داشته با مانیفستی که تسنن در رابطه با قدرت داشته خیلی متفاوت هست. یعنی در ایران همیشه شیعه و علمای شیعه شاید در طی 500 600 700 سال گذشته در نوبت بعدی بودن برای حکومت، یعنی آماده بودن، شاید خودشون رو آماده می‌کردن، شاید تئوری‌های خودشون رو می‌نوشتن. همونطور که الان اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که آنچنان هم بی پایه و اساس نبوده و تئوری‌های نوشته شده بوده از قبل. همچنین این سوال برای من هست، ای کاش خانم به نحوی بتونن جواب منو بدن که آیا وجود تسنن و وجود شیعه توی ایجاد سکولاریسم و برقراری اون نهادهای غیر مذهبی مؤثر بوده یا نه؟ ولی من از این منظر نمیتونم بررسی کنم، چون شناخت دقیقی نسبت به سیستم کارکرد
یعنی جدا از مسئله تسنن و تشیع که خودش یه شناخت دقیق میخواد و کارکردشون توی اجتماع پیاده سازیشون در دو جامعه ایران کردیه در واقع بررسی بشه و اینکه به چه صورت با قدرت اینا عجین بودن. من متأسفانه در مورد ترکیه چیز زیادی از این نظر نمیدونم، ولی یه سری مسائلی زمینه های اقتصادی در واقع بهش اشاره شده و اینکه نیروهای در واقع روحانیون ایران منافع اقتصادی داشتن که در این مراحل در این تغییرات بهش لطمه می‌خورده. به عنوان مثال توی صفحه 128 عدد توی پانویساش هست در رابطه با اون حزب ایران نوعه، ولی یه نکته جالبی داشت که من علامتش زدم اینه که میگه خشم طرف روحانی نسبت به ایران نو آنچنان نیست که نسبت به وزیر کنونی عدلیه و اصلاحاتی است که کوشیده است و میکوشد در آن وزارتخانه به اجرا درآورد. در این کلام نتیجه فوری این به اصطلاح اصلاحات این است که انبوهی از بلندپایگان مؤمن را از کسب نان روزانهشان محروم می‌کنند. در واقع هر ملای کوچکی دارای یک دادگاه دینی کوچک بود که در آن کارهای محضری انجام می‌گرفت و امر مربوط به احوال شخصی سازمان می‌یافت. وزارت جدید عدلیه این امور را در یک دادگاه متمرکز ساخته و داور بسیار نامحبوب شده است. این زخمی است که در ادامه چرکی خواهد شد و حتی گفته می شود خود داور نسبت به موفقیت اصلاحاتش خیلی نگران است. یعنی به یه سری جنبه های اینچنینی زمینه اقتصادی که خانوخان مسئله سکولاریسم در کنار خودش داره، جدا کردن مسئله دینی از مسئله حکومت، از قوانین، از خود و این زمینه ها رو من دیدم، ولی این که حالا از نظر پایدار دینیشون بخواهیم ببینیم سنت و تشیع رو چطوری میشه من روز کنم دستوانه من نمیتونم. اصلا حضورتون که پایگاه مسئله دین شیعه بر اساس پایگاه های مذهبی که داره از زمان صفویه که در ایران برقرار شده بر منوالی است که دادگاه های شریعه و قضاوت به عهده این مجتهدین جامع شرایط، ولی در تسنن همچین مسئله شما نمیدید. ضمناً چون حکومت در امپراتوری عثمانی که با آیت الله سارش پس از جنگ الاول به آتاتورک رسیده و آتاتورک افسر عالی رتبه پاشاهای اونجا بوده و اصلا کمال پاشا اسمش بوده، تونسته که بقایت الاثار اون حکومت از نظر دستگاه اداریش رو برقرار کنه و بره جلو. ولی در ایران، در ایرانی که رضا شاه هیچ کسی، من فکر نمی کنم آقایان ما آقایان در توی طی تاریخ مثل رضا شاه ترور شخصیت شده باشه، رضا شاه منجر بوده بر یک کسی مثل مثلا آقا نجفی توی اصفهان که ایشون اصلا نه ژاندارمری رو قبول داشته، نه دادگستری رو قبول داشته، نه هیچ رو. دلیل این که مدرس و دلیل این که مجتهدین جامع شرایط با جمهوریت در زمان رضا شاه و رضا خان که میخواسته رضا شاه شه مخالفت کردن، نه این بوده که بگن که مثلا شاه بهتر از نظر اینکه تحت دستگاه حکومت به علت اینکه ایران دارای مثلا لور و ترک و فارس و اینا هستش ادارهش بهتر بشه، نه، میگفتن ذل الله یعنی سایه خدا و ما چون از مردم خمس و زکات و همه کار میگیریم و همه کار مردم به وسیله پول به وسیله ما انجام میشه، شاه اگه باشه این کار ادامه شاه بودن زمان سلسله قاجاری است که اونها هم مجتهدین جامع شرایط همه کارشون بوده. دو تا جنگ ایران و روس منجر شدن به ترکمنچای و گلستان رو مجتهد جامع شرایط انجام داده. این فرق شیعه است با سنی، این فرق شیعه است و این که تصاحب کنی قدرت رو به اقتدار. مرسی. بر من با این دوست عزیزمون، منم دقیقا همین فکر رو کردم، خیلی مشغله فکری بوده برای منم که چرا یه همچین موضوعی هست. حالا میخوام دو تا نکته اضافه بکنم به این صحبت شما. یکی این که اگر از لحاظ به اصطلاح مذهبی نگاه بکنیم به قضیه، در شیعه، در حقیقت شیعه یک نوع مذهب متجددتری از سنی هست به خاطر اینکه مفهوم اجتهاد رو درش داره. یعنی شما اگر اجتهاد رو اینجا دارین، در سنی هم چیزی نیست. ببینید ما در حقیقت اینجا یه بابی باز شده، دری باز شده که
بتونن به اصطلاح فکرهای جدید بتونه چیزهای جدیدی رو بیاره وارد مذهب بکنه و تغییراتی بده. حالا چرا اینجوری مونده و اینجوری شده واقعا یک سوال بزرگی است. و نکته دومی که میخوام به اصطلاح اضافه بکنم این که جامعه ترکیه فوق العاده مذهبی است. یعنی همین امروز هم که شما برید اونجا اصلا ترس به اصطلاح غرب الان وقتی که آقای همین چیزا اومد سر کار اسمش حالا خاطر ایشون که اومد سر کار ترسی در این بر وجود داشت که اگر اینها به قدرت برسن به یک جمهوری اسلامی دیگری مثلا مثل شبیه ایران در اونجا درست بشه چه اتفاقی میفته و واقعا هم احتمالش هست از لحاظ اینکه بنیادگرایی اسلامی در اون کشور واقعا پایه داره پس به نظر من ببخشید جمله خیلی خوبه در تسننم درست اون مثلا ادوانتجی که شما برای شیعه در نظر گرفتید چیزی به نام جمهوریت وجود داره و اون بیعت هست شما در این مورد محاسب صورت کنید من اصلا باید داره صورت کنم که ما در این مجلس کتابی رو کنیم به نام مشروطه ایرانی بله به قلم آقای آجدانی آقای آجدانی در یکی از فصلهای اون کتاب خیلی قشنگ تشریح می‌کنند که به اصطلاح مذهب شیعه حکومت رو همیشه حتی خودش می‌دونسته موقتاً می‌گفته که حالا اشکالی نداره یه پادشاهی چیز بکنه همیشه این رو می‌گفتن که این رو خب یه کسی قصد کرده ولی ما زیاد باش مخالفت نمی‌کنیم ولی علل اصول میگفتم و مکررن میگفتم و بعد خمینی هم در اون کتاب معروفش کشف الاسرار کاشف القطاع رساله امام کاشف القطاع کتاب آخرش که راجع به حکومت بلایت فرد بله در اون کتاب ایشون خیلی روشن میگه که حکومت مال روحانیونه در شیعه حالا بر حسب چیز به اصطلاح صلاح و ثواب روزگار اجازه میده که موقتا ما باشون همکاری بکنیم بنابراین ولی چنین چیزی در تا اونجا که من دارم زیاد اطلاع ندارم تا اونجا که من میدونم در سنت چنین چیزی وجود نداره در سنت چنین چیزی وجود نداره و بنابراین یک تفاوت خیلی خیلی عمده بین شرایط ترکیه و ما در این بوده نه اینی که اونا مذهبی نیستن ما مذهبی هستیم همونطور که تذکر دادم اتفاقا همین شرایط کنونی اجازه قرار میدونه که قانون گذاشت در اونجا که حالا خانما میتونن با روسری وارد ادارات و دانشگاه و مدارس بشن تصویب شد رسما بنابراین معلومه که مذهبی بودنشون سر جاشه ولی خب یه تئوری دیگه شده در تایید فرمایش استالی در رابطه با تسنن و تشیع اساساً اسم اصلی شیعه رافضیه این کلمه رو شنیدی کنم؟ بله، از احمد شاملو رافضی رافضی اسم فاعل فعل عربی رفض یرفض یعنی پروتست از اینجا هم شروع شد که وقتی که پیغمبر اسلام رو داشتن شستشون میدادن علی و فاطمه و اینا او یه ایلی رفتن اون خیلی صحیفه ولی ساعده ابوبکر رو انتخاب کردن اینا پروتست کردن نپذیرفتن این اسمون الان هم سایت های وحابی که من میرم روشون نگاه میکنم همش میگن رفضه 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 رو چیزای عجیب تری هم در باره با اون میگن دوستان من خودم یک دقیقه پاسخی دارم که گفته شما با اون نفتش که علیرغم تفاوت‌های این ادیان الهی به خصوص این سه دین معروفی که در پس خاور میانه در موقع میشی گرفتن علیرغم تفاوت‌هایی که دارن در ارتباط با در واقع دخالتشون در امور اجتماعی بسیار به هم شبیه هم یعنی شما قرون وسطا رو نگاه بکنید که کلیسا عملا سلطنت میکنه و میگیره، میسوزونه، نمیدونم مردان رو به جنگ میفرسته، زنها رو هر برایی میخواد سرشون میاره و که به هر حال همون که تاریخ خوندیم
چیزی که در واقع اتفاق میفته مدرنیزمه، یعنی مدرنیته میاد خرد رو جایگزین اون پیام الهی میکنه و در واقع در حوزه عمومی دین میره به کنار و در واقع خرد و مدرنیزم و لیبرالیزم و به هر حال حکومت دموکراسی میاد جایگزین میشه. دوستان بارها شنیدیم صحبت میشه که ما نتونستیم سکولاریسم رو پیاده بکنیم. سکولاریسم پیاده کردنی نیست، سکولاریسم میاد، یعنی جامعه به یک سطحی از آمادگی که برسه سکولاریسم میاد و سکولاریسم جامعه سکولار میشه در حوزه عمومی، در واقع خرد جایگزین میشه و متاسفانه خب در جامعه ما به دلایل مختلف که بخش خانم تو صحبت‌هاشون توضیح دادن، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، آقای ایشون جهانگیر گفتن که علم نیست، من با ایشون کاملا موافقم، این علم در واقع چیز نیست که همین مساحت دایره مجذورش با در پی میشه همیشه صادق نیست در همه جای دنیا، ولی اصل قضیه به نظر من در واقع تأخیر در مدرنیزم و مدرنیته است. کسی از دوستان در این مورد میخواد صحبت کنه؟ من فقط یه نکته میخواد خدمتتون بگم آقای بفرمایید. ببینید رضا شاه از کره ماه نیومد، اشراف زاده هم نبود، از پایین ترین طبقه این اسلام بود، یعنی یه ایرانی بود. خصلت خودسرانگی و آمرگی در نهاد تک تک ماست. همینجا این آقای مرداد آریان نژاد روزای اول میگفت فلان چه کتابی رو انتخاب کنیم؟ کی داو طلبه؟ بعد آران آقا میشینن کتاب انتخاب میکنن، بعد به ما ابلاغ میکنن این کتاب فلانی هم باید بخونه. نه آقای سریفانی، کار شما آمرانه است. در این مورد باقیم چی میخواست صحبت کنه دوستان؟ من ببرم در این مورد؟ بله در این مورد. این مورد تا آخر جلسه نه نه دو نفر یه ثبت نام کردن و بعد شما چون ببرم. این چیزی که فرمودین توی شیعه یه چیزی هستش به نام تقیه. آقای خمینی هم اینو توی کتابش نوشته که حکومت مال ماست، تا وقتی که زورمون نمیرسه تقیه میکنیم، وقتی هم که زورمون رسید تو حکومت میگیریم دستمون و این کاری که انجام شده. و یک سلاح دیگه هم که ایشون داشتن اسمش بود خدعه، و اونم فرمودن که توی پاریس که بودیم یه حرفی زدی، وقتی که آمدیم سر کار وقتی گفتن آقا این حرفاتون با اون حرفا یکی نیست، گفت این خدعه بود. خلاصه شما باید مواظب باشین وقتی با علمای شیعه طرف هستین، دو تا سلاح مخفی اینا دارن که با این پدر همه رو برمیدن. در این مورد باید سکولاریسم در این مورد سکولاریسم در ترکیه در واقع با زور فعلا کنار هست، اگر زمانی چون دموکراسی کامل که در اونجا نیست، بحث دموکراسی کامل هم بحث دیگه است، اگر که اجازه انتخابات داده بشه ممکنه که حتی احزاب بنیادگرا، نه احزاب اسلامی که الان سر کار هستن، چون بنیادگرا نیستن، اینا احزاب لیبرال اسلامی هستن، لیبرال مسلمان هستن، اصلا اسلامی نیستن، اما ممکن است که زمینه همونطوری که مفتاد گفت جامعه بسیار مذهبی است، مذهب از صحنه اجتماع و عموم به هیچ وجه حذف نشده، در اونجا حضور بسیار پرقدرتی داره، و اگر زمانی قرار باشد بر اساس انتخابات ممکنه که احزاب بنیادگرا حتی بیان قدرت بگیرن. اما در ایران برعکسه، در ایران اتفاقا حضور مذهب بر از با زور در جامعه حاکم است، و اگر زمانی حق انتخاب داده بشه اکثریت مردم قاعدتا یک حکومت سکولار رو انتخاب میکنن، و این تذکر رو من خواستم بدم. امیدواریم دارم ما اونجا کتابی خوندیم فکر دموکراسی در دوره مشروطه ما را آقای عالمگر، اونجا به یه فاکتوری اشاره میکنه، این فاکتور این که حضور نیروهای میانی جامعه است، یعنی رشد و بذل اون نیرو است که میتونه عامل نگهدارنده دموکراسی باشه، و سکولاریست در یه معنا تأمل نظر مخالفه، تکثر نظراته، و این یه پایه اجتماعی میخواد. در رشد کلاسیکی اینا تو یک سری کشورها اتفاق میفته،
در کشورهای دیگه این مایه جا نمیفته، نداری میده. در ایران شانه به شانه قدرت سیاسی مذهب میاد و در یه فرصت تاریخی اینه میگیره. یه ناهمزمانی اینجا اتفاق میفته که جامعه ایران در اون بستر تاریخی 1957 از پایه‌های اجتماعیش اتفاقاتی افتاده، وزن اجتماعی اون طبقه میانی رشد کرده. به خاطر همینه که مذهب به راحتی مقبولیت مثلا دوره مشروطیت دیگه نداره، با زور میاد میشینه و نمیتونه اون حکومت انجام بده. علت این که تو ترکیه هم الان ما میبینیم این رشد است، به خاطر اون پایه اجتماعی اون قدرت رو نداشته که بتونه حفظ بکنه این موقعیت رو، و این موقعیت همیشه متزلزل بوده، قابل اینه که بدیش و بگیریش. یه موقعیت ثابتی مثل جوامع مادر سرمایه داری که طبقه ای که پشت این مسئله سکولاریسم هست هنوز موجوده، قدرت داره، کلیسا رو در یه نبرد تاریخی انداخته عقب و قدرتش گرفته، ازش استفاده میکنه. این مرتبه اگر مذهب بخواه از این قدرت استفاده کنه، قدرتی که میتونه از این مذهب در مواقع دلخواه خودش استفاده کنه. در جوامع ما به علت نبودن اون طبقه اجتماعی همیشه این صورت عکس عمل کرده. رشد موقعیت اون جامعه هست که نشون میده ما میتونیم سکولاریسم و الان مثلا داشته باشیم یا نداشته باشیم یا چقدر بتونیم حفظ کنیم. تو جامعه ما به نظر میاد پایه‌های اجتماعیش هست و این نبرد تاریخی همکنون در مرحله حادش داره ادامه پیش میده. بله، متشکرم. آیت الله شما بفرمایید. من دو سه تا نکته می‌خواستم اشاره کنم. یکی در مورد این تجربه چند ماه گذشته در این جلسات، وقتی کتاب تعلیم میشه و به خصوص که داریم میرسیم به مراحل نزدیکتر به دوران انقلاب و کتاب‌ها و سوژه‌ها خیلی مهمتر میشه، وقتی یک دوستی تعلیم میشه برای اینکه این کتابی رو بخونه، و امروز احساس کردم که خانم ارزنده زحمت بسیاری کشیده، وقتی کتاب رو خونده بسیار مطلب داشت که امروز بخواد بگه، متاسفانه اون فرصت 40 دقیقه اجازه نداد که اون چیزایی که میخواد عنوان بکنه و ضروری میدونه برای سوژه‌ای که انتخاب شده، این فرصت رو داده نمیشه و بعد بحثا میره. خوشبختانه ما هم که نابغه هستیم در انحراف بحث همینجوری میریم و بعد شما هم همینجوری ادامهش میدین، کمک هم بهش میکنید. اینی که یه مقدار اگر اون زمان اختصاص پیدا بکنه به سوژه کتاب و اون سوال‌هایی در مورد سوژه کتاب مطرح بشه که کسی که پرزنت کرده فرصت این رو نداشته و زحمتش به هدر رفته و این بار اول و دوم هم نیست، و اون کسی که میره واقعا یه هفته دو هفته زمان میذاره که همه کتاب رو میخونه و میاد و امکان نداره در 40 دقیقه بخواد این رو پرزنت بکنه، این هم روانی است و هم اینی که سوژه رو نیمه کاره به نظر من میذاره. بنابراین یه فکری برای این اندیشیده بشه، برای اینکه اون فرصت بیشتر داده بشه برای اون کسی که تعیین میشه برای کتاب. یکی این مسئله است. بعد سوالم در مورد همین کتابی که خانم ارزنده مطرح کردن اینی که در مقایسه‌ای که بین رضا شاه و آتاتورک و ترکیه و ایران بود، شما به 6 مورد اشاره کردید که این مواردی بود و میدونیم که رضا شاه خیلی در واقع مدلش بود آتاتورک و خیلی کارهایی رو که اون میکرد کرد و خیلی کارهای مثبت هم کرد به تقلید از آتاتورک، هنوز که هنوزه سنگ و آجرش هنوز هست، کسی هم نمیتونه این کار بکنه و این بحثش. بحث دیگه ای که رضا شاه در مورد سیاست و اونها کرده، اونها به جای خود اون بخش فسطون کارنامه منفیش، این بخشش هم فسطون کارنامه مثبتش. اون چیزی که در ترکیه به خصوص تا همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم باش، دو تا نیروی خیلی مهم هست. یکی مسئله سکولارها هستن که و دیگری نیروی ارتش هست. ارتشی که تا همین امروز تقویت کننده اون سکولاریسمی بوده که در ترکیه هست و همیشه در تمام این دورانی که از آتاتورک بوده و بعد از آتاتورک حرف اول و آخر رو همیشه ارتش میزنه و تا همین امروز هم میزنه. حالا در این چند سال گذشته نیروهای معقول و هوشیار مذهبی دارن یه کارایی میکنن، ولی هنوز نیروهای این بالانس رو خوشبختانه دارن. در ایران اون سکولاریسم باید از بستر چپ برمیخواست که تاریخ چپ ما نشون داد که هم چپ‌های به چپ‌چپ ما، هم تکنوکرات‌های راست راست ما، هر دو اینا در مقطع انقلاب نشون دادن که واقعا چقدر ریشه بوده بچه. اون چیزی که ما ازش سکولاریسم ایران و بسترش در اون صحبت بکنیم، ضدیت با مذهب بوده، نه سکولاریسم. این تفاوت رو ما حتی در لغت ما سکولاریسم رو می‌ذاریم، همه اونهایی هم که ضد مذهب خودشون سکولار می‌دونن، در صورتی که
این دوتا معنی در ادبیات سیاسی شناخته شده کاملا با هم دیگه متفاوت است. می‌خواستم ببینم در این مقالاتی که شما فرصت نکردین که پرزنت بکنین راجبش، آیا در مورد اینی که چرا نیروی ارتش در ایران شکل نگرفت اونجوری که در ترکیه گرفت و نتونست اون نیرو و وزنه اصلی باشه که بتونه این تعادل و بلنس رو در جامعه ایران برقرار کنه، آیا صحبتی شده؟ آیا این محققین راجبش صحبتی کردن که اونجوری در مقطع انقلاب یهو از درون میبکه و پف میزنه میره؟ آیا این در این مورد صحبتی شده؟ یکی از مقالات کتاب اصولا در مورد ارتشه و خیلی مقاله طولانیه، ولی شخصا من خیلی موافق نظراتی که ارائه میکنه نیستم و به نظر میاد که هم در نظر کافی فاکت نمیاره که پایبند واقعیت داشته و هم که یه سری چیزهایی تکرار میکنه، ولی مطلبی که حداقل اون مقاله میگه اینه که رضا شاه تمام در واقع تلاش خودش رو گذاشت برای اینکه بتونه ارتش رو غالب بکنه و عملاً بر طبق نظر ایشون در طی این 20 ساله ارتش تونست حضور خودش رو در همه جا تثبیت بکنه، در تمامی زمینه ها و حتی در مسئله در ابتدا بر کناری مثلا والیان سنتی ولایات و قدرت دادن به حاکمان نظامی که به جای اونا بنشینن، و بعد مسئله که در کنارش رو فکر میکنه مسئله فساد در ارتشه، خاستگاه اولیه ارتشه که مثلا قزاق‌ها بودن و اون رو مقایسه میکنه با مسئله ژاندارمری و افسران ژاندارمری که در مقابلشون قرار میگیرن نیروهای اصلاح طرف، افسران اصلاح طرف که جذب ژاندارمری میشن، ولی ارتشی که در واقع بر پایه قزاق‌های اولیه‌ای که خیلی هاشون هم یعنی همون گرایش‌های در واقع غیر تجدد گرایانه داشتن و در اون محیط رشد کردن، بنابراین این خصلت رو از اول برای ارتش معرفی میکنه و حتی خود آقای اتابکی که این چنین خصلتی داشته ارتشی که تشکیل شده، ولی در کنارش حالا جدا از اینکه این ارتش به این شکل تشکیل شد و بعد هم خیلی سریع به فساد کشیده شد، یعنی فساد در ارتش وارد شد به دلیل اینکه قدرت داشتن و میتونستن همونطور که شاه شروع کرد زمین قبضه کردن اونا هم قبضه کردن، یه همچین فاکتوری رو در ارتش ایران میذاره و بعد هم ولی مقایسه عمده‌ای که با ارتش ترکیه میکنیم که ارتش ترکیه خب ارتش خدمتداریه، یعنی از زمان عثمانی به وجود اومده بوده، سازمان داشته و جا افتاده است و نه قدرت بیشتری داشته تا اون چیز منتقل شده به آتاتورک، ولی رضا شاه رو فقط تازه ساخت و فقط هم به اون تکیه کرد و هیچ نهاد دیگری رو هم نذاشت که بتونه در اون کنترل کننده اون باشه، بنابراین به این شکل این مسئله رو مطرح کرده توی این کتاب، این تفاوت ها رو به این صورت داره، ولی اینکه به طور مشخص مقایسه بین ارتش ترکیه بکنه ارتش ایران من ندیدم، ولی این فاکتور متفاوت پراکنده است چه بهم این وقتی این کتاب من میخونم سه بخش اولش حالا چه آدم موافقش باشه چه مخالفش باشه خیلی خوب هستش، قشنگ نوشته شده، رفرنس داره، همه چیش هست. بخش چهارمش که خانم استفنی کرونن نوشته برخلاف این سه بخش دیگه خیلی بد هستش، ایشون به هیچ وجه فکتی رو نمیده و یه چیزا رو همیشه تکرار میکنه. یه چیزی به نظر من خیلی نادرست هستن توی ایشون، مثلا از میگه که عربستان وقتی میخواد درباره خوزستان صحبت بکنه میگه عربستان، وقتی میخواد از خلیج فارس صحبت کنه میگه خلیج، وقتی راجع به یعنی تمام فرهنگ لغتش فرهنگ با اون چیزی که ایرانی هستش زیاد خانویی نداره. این خانم من البته رفتم بیشتر راجع بهشون تحقیق بکنم، اونقدر چیز زیادی نتونستم پیدا بکنم و مثل که ایشون باز متخصص امور آفریقا بودن، حالا درباره اینجا هم نظر دادن دیگه. ابتدا 24 اسفند زادروز رضاشاه بزرگ رو به همه ایران دوستان و میهن پرستان شاد باش میگم. در رابطه با کتاب آقای عطابکی در مصاحبه گفتگویی تأکید کردن که تجدد اصولا آمران است. حالا من این کتاب خیلی وقت پیش خوندم،
نمیدونم در اینجا به اون اشاره شده یا نه، ولی در گفتگوی در دو بخش اشاره شده که تجدد از گفته ایشون این جمله هست. اما سوال من بعد از تشکر از هر دوی خانم ها، از خانم ارزنده اگه اشتباه نکنم، اینه که آیا در این سلسله مقالاتی که ایشون مطالعه کردن را اشاره به ناسیونالیسم، چون تجدد بدون ناسیونالیسم بی‌معناست، این آقایونی که به حساب پرداختن شده یا نه. من البته بسیار یکه خوردم که امروز با مرضی به نام مرض ناسیونالیسم آگاه شدم و تا حالا هیچ احتمالاً دانشگاه های چیز موفق به اعلام چنین چیزی نبودم. خواهشم اینه که در رابطه با همچین مسائل کلیدی نقد بشه، صحبت بشه. ما کتاب دکتر کازیزیانو داشتیم که راجع به ناسیونالیسم ایرانی صحبت کرده بود، متاسفانه کسایی که سخنرانی میکردن وقت نشد کامل به این مسئله بپردازن. این ناسیونالیسم ایرانی در کنار فاشیسم و پان‌ایرانیسم گذاشته میشه، اینا باید تفکیک بشه، مسائل جدی هست. من یکی خواهش این بود که اگر در این مورد چیزی هست که در تو رابطه تجدد و ناسیونالیسم توضیح بدید. دوم، نقصی که من در رابطه با تمام نوشته ها میبینم فراموشی عامل جامعه و مردم هست. در تمام تحلیل ها این در واقع نوعی دنبال روی تقدس از بسیار زمانهای دور بوده. رضا شاه یا هر فرشته دیگه و یا هر شیطان دیگه با این مردم روبرو بوده، در نوشته ها نیست، پرداخته نمیشه. مطلب آخر در ارتباط با سکولاریسم بود. سکولاریسم به معنای جدایی دین از دولت هست، مربوط نمیشه به اینکه من قدرت تحمل نظریات آقای حریری دارم یا نه. این رضا شاه خواه ناخواه، چه خوب یا چه بد، چه ما دوست داشتیم نداشته باشیم، قضاوت رو از دست آخوندها به یک دادگستری در آورد که خمینی در پیروزی انقلابش گفت این مرد در در دادگستری کاخ درست کرده. در عمق جمله این نفرت شد به این رضا شاه در رابطه با یکی از نهادهای سکولاریستی که بود کرده بود اعلام کرد. متشکرم. شما چون وسط اومدین در مورد من مسخره داشتم کردم و شما چون قسمت اول تشریف نداشتین نتونستین به جایی که استهزاء شده رو بگیرین. نظر بیماری مرض ناسیونالیسم چرا مشخصاً دیلواره میگه کشورهایی که به استعمار نو معتقدن مرض ناسیونالیسم دارن. در طی نوشته هر جایی که کسی به کار خوبی کرده در مورد کشورش من به استهزاء گفتم مرض ناسیونالیسم. و شما چون قسمت اول نشنیدین خیلیتون قرض توی کتاب مسئله ملی‌گرایی اشاره میشه و خصوصا حرکات ملی‌گرایانه، ولی و خصوصا مسئله طرح اعلام وجود و پذیرش جامعه ایرانی یا جامعه ترک به عنوان جوامع برابر با جامعه متمدن، چیزی که خودشون حتی آتاتورک هم بهش اشاره می‌کنه، جامعه متمدن جوامع اروپایی رو مطرح می‌کنه و این تمایل که برابر گرفته بشن، این رو به این شکل مطرح می‌کنه. مسئله ملی گرایی رو به طور مشخص روی ناسیونالیسم و ارتباطش با سکولاریسم بحثی این وسط بحث مبسوطی حداقل نمیشه، مسئله بهش نفع دیگه ای داره دیده میشه. ولی یه چیزی که اینجا به نظر من جالب بود و حتی توی سوالی هم که آقای آریان اجرا کردم، مسئله تفاوت آتاتورک و رضا شاه، حالا جدا از اینکه گذشتشون چه بوده، یه چیز مشترکی توی اینها بوده و اینکه درست مثل اینکه قبضه حقارت یا کمبینی، حالا من خیلی دارم لب کلامی اینجوری میگم، که به نفع این حالتی حقارت رو داشتن که در مورد جامعه خودشون یا ملیت خودشون که اینو میخوان حالا برابر والا بکشن. و حتی نقل قول هایی هست در مورد آتاتورک مسئله تحقیرش یا
استنزاج وقتی که با اون کلاه مثلا ترکی در جامعه اروپایی ظاهر می شده از طرف اروپاییان و اینکه حالا به این نتیجه بوده که ما باید این ظاهر رو عوض کنیم که مسخره نشیم، این کلاه نماد جهالته، یعنی حتی یک حرکت به این صورت بیشتر توی کتاب مطرح میشه، اون دید خودتنبینی. بعد در مورد رضا شاه هم اینطور که یقی مشیر دولت میگه که این کلاه ما آوردیم که دیگه ما رو مسخره، ما رو آدم حساب کنن، ما رو مسخره، یعنی برخلاف این دو مسئله ناسیونالیسم رو بخواد به اون شکل مطرح کنه، من یه جنبه های اینچنینی میبینم که به عنوان موتور محرک برای خصوصا اون تغییرات ملی توی یک زبون کردن یک پارچگی ها مطرح میشده که بعضی هاشان واقعا خنده داره وقتی که وقت خورده شادت میبینه جامعه به چه صورت باش بهش جواب میده. نمیدونم این تونست جواب بده. متاسفانه پیوانت میشه در موردش بحث شیعه و سنی که صحبت شده بود میخواستم صحبت نکته رو بگم. به نظر میرسه مسئله شیعه و سنی نیست، در هر دو گروه مذهبی، شاخه مذهبی، گروه های جرم و گروه های روشنفکر وجود دارن. مسئله از اونجا مطرح میشه که در یه نقطه از تاریخ میان میبینن مذهب میتونه به عنوان اسلحه در اون زمان، در زمان وجود شوروی علیه کمونیست به کار بره که کمربند سبز میگن ببندن و بعد از اون دقیقا به خاطر اینکه مذهبگرای، اصولگرایان مذهبی با ناسیونالیسم یا ملیگرایی مخالفن، برای سرکوب به اصطلاح جنبش های ملی اومدن مسئله مذهبیون اصولگرا رو چیز کردن که اصلا شما میبینید مثلا تو بوسنی و هرزگوین وقتی جفت اصلا القاعده رو خود امریکایی‌ها تغذیه‌اش کردن که رفتن اونجا برونا و دائما این فناتیسم مذهبی رو در جا ترکیه، ایران، هر طرف تغذیه میکنن تا با ملیگرایی و جنبش های ملی به اصطلاح مبارزه کنن. مشکرم. اصلاً که من فکر کنم که کتاب که بحث شد بعضی از دوستان بخونم خیلی فیر بود، خیلی مناسب بود. وقتی که مجموعی از کتب تاریخی و مقالات رو میکنید در مورد رضا شاه، تن کسی که مدون کرده این دوره های تاریخی رو به اعتقاد من کاتوزیان هست، چون رضا شاه به واقع به عنوان یک اصلاحگر اجتماعی میاد و یک مقبولیتی که به خصوص در این روشنفکر ها داره، مباحثی که در اون روز مطرح میشه، مباحث روز، بسیاری از خواستهای مشروط طلبان رو رضا شاه به انجام میرسه، خواستهای مشروط طلبان نظیر ایجاد یک دولت مقتدر، خواستهای مشروطه بوده، دادگستری خواست مشروطه خواهد بوده، بانک ملی، ایجاد یک بانک ملی خواست مشروطه خواهد بوده و تاسیس آموزش پرورش مدرن خواست مشروطه خواهد بوده و در واقع با یک اجندا و یک پلتفرم میاد که عرض کردم هم مقبولیت اجتماعی داشته، بسیاری از روشنفکران به دنبالش بودن و اون مهمتر از همه که برمیگرده به مورد ناسیونالیسم اون چیزی که مطرح شد، این کشور ایران در عرصه نابودی بود، یعنی در واقع کشوری وجود نداشته، عملا از 15 سال بعد از مشروطه 7-8 سال بوده، مجلسی وجود نداشته، مجلس تأسیس بوده و کشور در شروع تجزیه بوده. اینی که رضا شاه با یک مقبولیت اجتماعی بیان، ولی متاسفانه این تبدیل میشه همونجور که گفته دو دورش هم کاملا درسته، به یک حکومت دیکتاتوری و بعد حکومت خودسر که ما فکر میکنم خودسری رو باید از 1311 گذاشت که با اتفاق متحد شدن اون حزبه و بعد با در واقع به قتل رسیدن تیمورتاش، یعنی حتی کسانی که همراه نظام بودن، کسانی که همکاری کردن در دوران پایانی رضا شاه در واقع 6-7 سال حذف میشن یا وقت میرسن یا حذف میشن و در واقع حکومت عرصه میشه صرفا برای چابلوسان و اونها هستن که میموندن. اینه که حکومت رضا شاه به درستی وقتی میگه وقت رضا شاه از کشور میره چندان طرفداری نداره و چندان چیزی از اون نظام باقی نمیمونه. مهمتر از اون باز به درستی به نظر من در کتاب اشاره شده که اون رابطه بین مردم، اصلاحاتی که خیلی به خوبی شروع شده بوده، عمیق نمیشه، ریشه‌ای نمیشه، طبقاتی از اجتماع خودشون رو همراه با این اصطلاحات نمیتونن حس بکنن و منافعشون به اصطلاح هم مسیر اون اصلاحات نیست و در نتیجه اونها
عقیم میشه، در همون مقطع میمونه و تکمیل نمیشه. من فقط سوالی که از خانم ارزنده داشتم این هست که تغییر خط در ترکیه انجام شده. من نمیدونم که این تغییر خط سال شاید بشه مقایسش کرد با کشف حجاب، چه عکسی آیا اشاره شده در کتاب به این مسئله تغییر خط یا نه، و اگر شده لطفاً یک تیکی به ما بدید که عکس العمل ها چه بوده، عکس العمل مذهبیون روحانیون و چجوری دوام نشده. این فقط یک مقاله در مورد اصلاح زبان داره که متأسفانه اون رو هم نتونستم کامل بکنم، ولی در کنار اصلاح زبان من نمیدونم اشاره یا خط ترکی نوشته بله. خط ترکی نوشته ولی تغییرش به لاتین نوشته هست. نه ولی ننوشته چرا تغییر شده، چه اثرات داشته. من بازم برمیگردم به اصل کتاب. یه سری نکات تکنیکی و یه سری استیتمنت هایی داره که کمی مکسنس نمیکنه با توجه به تمام مطالعه هایی که ما کردیم و تاریخ مثلا. اول از همه در مقایسه ترکیه و ایران هم یه صحبتی دارم که موضوعی که هستش اینه که تو این کتاب گفته نمیشه و بهش اشاره نمیکنه که انتقال قدرت از دوره قاجاریه به پهلوی در درون مجلس پنجم به وسیله رأی مخفی که همه آرا موافق انتقال قدرت بودن، در حالی که در ترکیه تا یک پروسه طولانی جنگال بود که به اصطلاح بین خلیفه و دولت موقت آتاتورک، و تو این فاصله که این جنگ صورت میگرفت قتل عام‌های زیادی صورت گرفت، کشت و کشتارهای زیادی صورت گرفت، و همونجور که خانم گفتن قوم‌کشی و نسل‌کشی هرچی انجام گرفت، در حالی که در ایران ما این پروسه رو طی نکردیم. به این خودش نشون دهنده ای که یک قوم ما نسبت یک پانتای نسبتی هم ما داشتیم نسبت به ترکیه. و اینجور بررسی کردن مسئله به مصداق مثلا مورد همسایه غازه به نظر من کمکی به روشن شدن حقایق تاریخ مملکت ما نمی کنه. در ارتباط با صفحه 145 می نویسند که سال 1300 تا سال 1301 شامل رشد سریع و گسترده مخالفت عمومی با رضاخان بود. من سال 1300 تا سال 1301 هیچ جا اسم حرکت اعتراض من نخوندم که علیه رضاشاه باشه و گسترده و مخالفت عمومی باشه. اگه هستش اینا بی زحمت اومده با خیلی زیاد این در صفحه 145. در صفحه 155 نقل قول از حائرزاده میکنه واسه تایید صحبت‌های خودش، و جای تعریب داره که حائرزاده همه میدونیم یکی از یارای مصدق بود و یکی از مخالفان رضا شاه بود. این کتاب وقتی میخواد شرح بده به اصطلاح گفتار خودش رو تایید کنه از رضا شاه چیکار میکنه. در صفحه بازم 155 می‌نویسد وضعیت رضاخان در پایتخت خطیر بود و به نظر می‌رسد که او در خطر عفور قرار دارد. این در فاصله کودتای اسفند تا سال 1303 است. من همچه شواهدی نمی‌بینم که وضعیت در حال که تو اون دوره از رضاشاه کاملا حمایت می‌شد و تمام روشنفکرها و سردار سپه حمایت می‌شد. در ارتباط با دستگیری ها و قتل هایی که گفته بود که من در ارتباط با مسات دوره فیروز صحبت کردم، در ارتباط با تیمورتاش هم میتونیم با کتاب های زیاد مراجعه کنیم، همه صحبت از جاسوسیش برای رو کردن که اینجا من هم دارم صحبتش میکنیم. علاوه بر این من کتاب اینجا خوندم که اعتراف شکنجه شده ها بود در رابطه با نوشته یرمان ابراهامیان، که یرمان ابراهامیان لیست تمام شکنجه شده ها و اعدام شده ها و اینا رو تو این آورده. من با بررسی دوره رضا شاه میبینم مخالفینش که اونایی که شکنجه شدن اعدام شدن بیشتر از حزب کمونیست بودن. حزب کمونیست هم تو کنگره سال 1306 رضا شاه ارزیابی کرد مأمور مزدور انگلیسه و برنامه‌ریزی که کرده بود علیش مبارزه‌ای که سرنگونش کنه. طبیعتاً در یک چنین فضایی رضا شاه چیکار می‌کرد؟ اونا رو دستگیر می‌کرد. علاوه بر این من فقط چند خط از آمانسی هم خب بخونم در رابطه با افتخاری
و برادر دیگرش در کوتو درس خوندن. یکی از کسانی که جز گروه 53 نفر بودن آقای افتخاری بود که در کوتو درس خوندن. کوتو مدرسه آموزش مارکسیست که کمیته ایجاد کرده بود که اینها را مخفی از ایران میرفتن اونجا و چکار میکردن دور میکردن. آوانسیان در سال 1302 به حزب کمونیست پیوند و در سال 1304 به کوتو اعزام شد. پس آوانسیان هم دوره دیده در مجمع احزاب کمونیست بین الملل تو موسکو و از نظر رضا شاه و هر حال اینها وابسته بودند و بیگانه بودند. در ارتباط خاطرات این ستم کمتر در خصوصات اینا خوشمارتر دارد. آوانسیان با تنی چند از همین بازجویان که در دوره رضا شاه داشتن رابطه دوستانه برقرار کرده و یکی از آنها حتی تلفنی انتخاب وی را به مجلس در سال 1323 را تبریک گفته بود. این صفحه 65 اون کتاب. در ارتباط با یه جانم اینجا در صفحه 65 شخصیت فقیهی در این میان به محض سپردن تعهدهای کتبی مبنی بر عدم دخالت در سیاست آزاد میشد. این در ارتباط با قتلایی که ما صحبت میکردیم آقای آهنیان صحبت میکنه که اگه تعهدی میدادن آزاد میشدن. در صفحه 67 اگه ممکنه هم جو اتفاق کنیم که برسیم به یه سوال باقی موندم داریم و بله، این موردی که شما در مورد اون نقل قولی که خون به طور مشخص در اصول کتاب که با واقعیت هماهنگی نداریم، من اینو به کل کتاب چیز نمیدم، اجاره نمیدم، بلکه اون مقاله خاصه که من هم اشاره کردم که بخش شاری بله، شما هم اشاره کردی که این مستند نمی‌کنه خیلی از اظهاراتی رو که داره اون مقاله خاصی که در مورد ارتشه که چنین مسائلی داره، ولی این مشکل من توی مقالات دیگر ندیدم. توی اون مقاله از این موارد زیاده که فکر کنم نباید تمیمش بدیم به تمام کتاب. یه مسئله دیگه که هست اینه که به قتل مخالفان که شما اشاره کردین، حالا چه با دلیل چه بی دلیل بوده، مسئله اینه که میبایست برپایی یه سیاست بدیه که روش قانونی پیش میرفته. حالا کسی از عضو حزب کمونیست بوده، شکنجه شده، شکنجه نشده، توی از نظر هم که اشاره کردین از نظر رضا شاه محکوم بوده و خود این میشه حکومت خودسرانه، یعنی که کسی که در رأس قرار گرفته خودش مشکوک میشه، خودش خود صادر میکنه، خودش اجرا میکنه. این سیستم رو که باهاش مخالفت میشده، وگرنه اگر تک تک اینها دستگیر میشدن، محاکمه میشدن، مستند میشد و تمام اینها پیش میاد، این صحبت ها نبود. و این مسئله رو در نظر داشته باشیم که همینطور که مهدی حبیبی اشاره کردن، این گردش رو داره توضیح میده، یعنی حرکاتی رو که رضا شاه کرده، از حرکات مثبت شروع میشه، افرادی رو که به دور خودش جمع کرده و شروع کرده به حذف اونها، یعنی میرسه به مرحله ای که این دیگه واقعیته که رضا شاه تحمل نه تنها مخالفت، انتقاد هم نداشته. خب این واقعیته و یه جای اصطلاح جالبی داره، میگه اعتماد منفی، یعنی کسانی رو میگه وقتی که قرار بوده از پایتخت بره فروغی رو جای خودش میذاشته به این دلیل که مطمئن بوده که اون هیچ کاری نمیکنه، چه خوب چه بد، یعنی هر چی که گذاشته همونجوری که اسم میره، یه لولو سرخربن گذاشته. به این میگن اعتماد منفی، یعنی نه خلاقیت، نه توانایی، نه مقاومت. با این افراد نمیتونسته کنار بیاد، با فروغی حتی نمیتونسته کنار بیاد، فقط با مصطفی نمیتونسته کنار بیاد. بنابراین آدمایی میخواسته که رامش باشن، که خب این تحول داره میگه. و حتی توی یکی از مقالات اشاره میکنه به بیماری رضا خان که بوده، اثر رضا خان به مشکل حالا افسردگی، حالا تا چرب مستنده استناداتش رو من کاری ندارم چون نیومده چیزی، به این شکل قضیه حتی اشاره میکنه که انقدر این نسبت به دیگران بدگمان بوده. و بعد هم میبینیم کار مثبتی رو که کرده، خب he's mocking it later، فرهنگستان ایجاد میکنه، بعد میگه هر کلمه‌ای که شما تصمیم شد باید پیش از اینکه اعلامش کنید باید بفرستید کاخ بررسی بشه، یعنی این نقص غرضه. اگر فرهنگستانی تشکیل شده، نهاد مشخصی داره، زبان رو اصلاح میکنه، کارشناسای خودش رو داره، بنابراین من فکر میکنم این خیلی بررسی کرده، یعنی اومده هم مشکلات رو دیده، هم کارهای مثبت رو لیست کرده و هم کارهای منفی. بنابراین در مورد قتل مخالفان من فکر میکنم خوبه اگر واقعا اینا
دادگاهی شدن، مستنداتی وجود داره، اینها به اونها ارجاع داده بشه که مشخص بشه که این طرف‌ها بر اساس قتل نبوده بلکه محکوم شدن و حکم اجرا. مرسی. دوستان عزیز ما اینجا وقتی افتادن من متأسفانه فراموش کردم شما وقت دادن بفرمایید. مرسی. من هم در مورد سکولاریسم مثلا دو کلمه بگم. مثلا میگم که سکولاریسم هم از نظر مکانی هم زمانی وسیع‌تر از ایران و ترکیه در دوران رضا شاه و آتاتورک. همونطور که گفتن هنوز معلوم نیست تکلیف ترکیه نسبت به سکولاریسم چیه. در ایران هم شما قضاوت کردید که اگر الان انتخابات بشه همین برای یعنی اکثریت من مطمئن نیستم که چطور خواهد بود. بعد از 30 سال که ما کشیدیم خب طبیعتاً یه راکسیونی خواهد بود، ولی من میکنم که در ایران تاریخ اندیشی خلافه خیلی قویه، بنابراین چه بسا که حالا 2 سال میتونی بشه بعد دوباره برگردیم این نبرد. من خوشبختانه میدونم که قرنها طول خواهد کشید. در آمریکا بعد از 200 سال به قهقرا دارن میرن، بنابراین ما باید خیلی صبور باشیم و هر قدر مثبتی رو به اصطلاح اپریشیت. متشکرم. آخرین سوال امشب کامنت. ما انقلاب کبیر فرانسه در نظر بگیریم، اون انقلاب کبیر یه فائده تاریخی داره، یعنی برای رسیدن به دموکراسی سکولاریسم فائده تاریخی میده. یعنی این اتفاقات تو دوره‌های فئودالیسم شما برید اونورتر پیدا نخواهید کرد. کل رشد جوامع به یه مقطعی میرسه که این فائده تاریخی که اون مقطع بورژوازی بوده، بورژوازی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو تثبیت کنه ضرورت داشته از این ابزارها استفاده بکنه برای رفاه خودش. اینکه میگفته برابری آزادی زمانی که دیهان وابسته به زمین بوده، وقتی آزادش میکرده با عنوان نیروی کار آزاد میومده تو گردش بازار سرمایه و میتونسته همه جا ازش استفاده بکنه. یعنی یه بنیانهای تاریخی داره. باید بعد از اون اگر نگاه بکنید تو جامعه خود ما، وقتی دموکراسی گفتمان جهانی داره میشه حرکت میکنه، کشورهای پیرامونی که صحبتش میکنن، کشورهای وابسته به کشورهای مادر سرمایه داره، از رشد کلاسیک خودشون باز میمونن، عقب میمونن. یه کشورهای ارتقاطی هستن که داخل شما دوره شبانی میبینید، دوره فئودالی میبینید، قسمتی از بورژوازیه که فرهنگش از اومده، مناسبات اصلیش از پایین رشد، یه جامعه ارتقاطی هفت‌جوش اونجا داره کار میکنه. در همچی جوامعی به علت عدم حضور اون طبقه تاریخی، مثلا علم و تو دربار نماینده بورژوازی کمپرادور ایران وابسته ایرانه، مناسبات جاری تو اون مقطع تاریخی اینه که شما در نظر میگیرید فرمان شاه بر پارلمان و بر همه چیز ارجحتره، یعنی یه قدرت فراطبقاتی، قدرت فرا قانونی عمل میکنه، چه در اون دوره چه در این دوره. فرمان میده اعضای مثلا 2 تا حزب خودشون، ایران نوین و حزب مردم، منحل کنید در یه رستاخیز تجلی، بقیه هم صداش، یعنی همون کارکرد اجتماعی که مصلحت برای خودش از زاویه خودش داره اون با ابزارهای خودشون کار میکنه. یکی فرمان بدن که الان دم قتل آزادش بکنید یا نه ببرینش بزنینش، یعنی تمام اون فرمان از بالا داره هنوز عمل میکنه. شونه به شونه همه تو جامعه ما اومدن. باید یه مقدار عمیق‌تر نگاه بکنیم. یکی از زمینه‌های شکستش آدمیت عدم حضور اون نیروی تاریخی میدونست. علتش هم اینه که تو این جوامع قول معروف که رشد اصلیشون رو نمی‌کنن، سرمایه‌داری بزرگ میاد اینا رو از مدار اصلیشون در میاره، اون رشد میمونه و قابلیت تاریخی اون طبقه ای که باید اینه انجام بده از رو دوشش واسه که برداشته میشه رها شده تو هوا. ما باید نگاه بکنیم چه عاملی مثل اهرم ارشمیدس که بذاری این جامعه یکم تکون بخوره دنبال اون اهرم گشتن و پیدا کردنش، قابلیت تاریخیش فهمیدن و دور برای اون بسیج شدن. وگرنه ما الان اگر داریم به پشت سر نگاه میکنیم به نظر من حوادث داریم بررسی میکنیم. این رفت خونه این، اون زد به اونجا، اونجا راه آهن کشیدن، اونجا نکشیدن. مثلا اگر نگاه بکنیم جمهوری اسلامی هم مثلا مترو داره، بسیار کار زیبایی کرده. یعنی عمیق‌تر از این باید نگاه کرد که اینا کارکرد اون سکولاریسمی که مد نظر ماست رسیدن به اون نخواهد. باید عمیق‌تر این جامعه بررسی بشه، جامعه شهریش بررسی بشه، جامعه روستاییش بررسی بشه. متشکرم. دوستان ما الان 10 دقیقه اضافه مونیم توی اتاق. آقای تاجی‌زاده صحبت کردن در ارتباط با زمانی که به ارائه کننده کتاب اصلی داده شده تعیین شده 40 دقیقه. من خدمت شما بگم علت این تصمیم بود که در واقع ما خواستیم که
گفتگوی جمعی داشته باشیم و متکلم وقتی نباشه کسی. در واقع علت تنها دلیلی که بود برای 40 دقیقه این بود و فکر کنم که الان بحث ها خوب پیش میره، سوال میشه، جواب میشه و دوستان مشارکت میکنن. حتی اگر ما یه مقداری از اون چیزایی که در واقع شاید در پرزنتیشن اولی از قلم افتاده در این سوال و جواب ها و در این بحث ها بهش میرسیم. حالا با این وجود میتونیم اگر کتاب هایی بود که وقت بیشتر خواست در اونش به طور مشخص تصمیم بگیریم. در واقع خیلی متشکر از وقتتون و صبوریتون. جلسه بعد دومین جمعه اپریل خواهد بود، همچنین که خدمتتون گفتم به احتمال زیاد آقای شرکت خواهند اینجا خواهند بود. اگر قرار شد که کتابی داشته باشیم ایمیل خواهیم زد. برای 20 دقیقه اول هنوز به جای خودش هست. دوستان اگر کتابی در هر زمینه ای، ادبیات، هنر، تاریخ، هر زمینه کتاب خوب خوندن حال با بقیه در میان بذارن لطف کنید ایمیل بزنید به moderator@rocketbookclub.com. متشکرم. شب همگی بخیر.